یوشع باب اول و واقع شد بعد از وفات موسی بنده خداوند که خداوند یوشع ابن نون خادم موسی را خطاب کرده گفت موسی بنده من وفات یافته است پس الان برخیز و از این اردن عبور کن تو و تمامی این قوم به زمینی که من به ایشان یعنی به بنی اسرائیل می دهم. هر جایی که کف پای شما گذارده شود به شما داده ام. چنان که به موسی گفتم. از صحرا و این لبنان تا نهر بزرگ یعنی نهر فرات، تمامی زمین هتیان و تا دریای بزرگ به طرف مقرب آفتاب، حدود شما خواهد بود. هیچ کس را در تمامی ایام عمرت یا رای مقاومت با تو نخواهد بود. چنان که با موسا بودم با تو خواهم بود. تو را محمل نخواهم گذاشت و ترک نخواهم نمود. قوی و دلیر باش زیرا که تو این قوم را متصرف زمینی که برای پدران ایشان قسم خوردم که به ایشان بدهم خواهی ساخت. فقط قوی و بسیار دلیر باش تا بر حسب تمامی شریعتی که بنده من موسا تو را امر کرده است، متوجه شده عمل نمایی. زنهار از آن به طرف راست یا چپ تجاوز منما. تا هر جایی که روی، کامیاب شوی. این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب هر آنچه در آن مکتوب است، متوجه شده عمل نمایی، زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهی ساخت و همچنین کامیاب خواهی شد. آیا تو را امر نکردم پس قوی و دلیل باش مترس و هراسان مباش زیرا در هر جا که بروی یهوه خدای تو با توست پس یوشع رؤسای قوم را امر فرموده گفت در میان لشکرگاه بگذرید و قوم را امر فرموده بگویید برای خود توشه حاضر کنید زیرا که بعد از سه روز شما از این اردن عبور کرده داخل خواهید شد تا تصرف کنید در زمینی که یهوه خدای شما به شما برای ملکیت می دهد. و یوشع رعوبینیان و جادیان و نصف سپت منسی را خطاب کرده گفت. به یاد آورید آن سخن را که موسا بنده خداوند به شما امر فرموده گفت یهوه خدای شما به شما آرامی می دهد و این زمین را به شما می بخشد. زنان و اطفال و مواشی شما در زمینی که موسی در آن طرف اردن به شما داد خواهند ماند و اما شما مسلح شده یعنی جمیع مردان جنگی پیش روی برادران خود عبور کنید و ایشان را اعانت نمایید تا خداوند برادران شما را مثل شما آرامی داده باشد و ایشان نیز در زمینی که یهوه خدای شما به ایشان میدهد تصرف کرده باشند آنگاه به زمین ملکیت خود خواهید برگشت و متصرف خواهید شد در آنکه موسی بنده خداوند به آن طرف اردن به سوی مشرق آفتاب به شما داد. ایشان در جواب یوشع گفتند هر آنچه به ما فرمودی خواهیم کرد و هر جا ما را بفرستی خواهیم رفت. چنان که موسا را در هر چیز اطاعت نمودیم تو را نیز اطاعت خواهیم نمود. فقط یهوه خدای تو با تو باشد چنانکه با موسا بود. هر کسی که از حکم تو رو گرداند و کلام تو را در هر چیزی که او را امر فرمایی اطاعت نکند کشته خواهد شد. فقط قوی و دلیر باش. یوشع باب دوم و یوشع ابن نون دو مرد جاسوس از شتیم به پنهانی فرستاده گفت. روانه شده زمین و عریها را ببینید. پس رفته به خانه زن زانیهی که راهاب نام داشت داخل شده در آنجا خوابیدند. و ملک عریها را خبر دادند که اینک مردمان از بنی اسرائیل امشب داخل اینجا شدند تا زمین را جاسوسی کنند. و ملک عریها نزد راهاب فرستاده گفت. مردانی را که نزد تو آمده به خانه تو داخل شده اند بیرون بیاور زیرا برای جاسوسی تمامی زمین آمده اند. و زن آن دو مرد را گرفته ایشان را پنهان کرد و گفت بلی آن مردان نزد من آمدند اما ندانستم از کجا بودند و نزدیک به وقت بستن دروازه آن مردان در تاریکی بیرون رفتند و نمیدانم که ایشان کجا رفتند. به زودی ایشان را تعاقب نمایید که به ایشان خواهید رسید. لیکن او ایشان را به پشت بام برده در شاخه های کتان که برای خود بر پشت بام چیده بود پنهان کرده بود. پس آن کسان ایشان را به راه اردن تا گداره ها تعاقب نمودند و چون تعاقب کنندگان ایشان بیرون رفتند دروازه را بستند و قبل از آنکه بخوابند او نزد ایشان به پشت بام برآمد و به آن مردان گفت میدانم که یهوه این زمین را به شما داده و ترس شما بر ما مستولی شده است و تمام ساکنان زمین به سبب شما گداخته شده اند. زیرا شنیده این که خداوند چگونه آب دریای قلزم را پیش روی شما خشکانید وقتی که از مصر بیرون آمدید و آنچه به دو پادشاه اموریان که به آن طرف اردن بودند کردید یعنی سیهون و اوج که ایشان را هلاک ساختید. و چون شنیدیم دلهای ما گداخته شد و به سبب شما دیگر در کسی جان نماند زیرا که یهوه خدای شما بالا در آسمان و پایین بر زمین خداست پس الان برای من به خداوند قسم بخورید که چنان که به شما احسان کردم شما نیز به خاندان پدرم احسان خواهید نمود و نشانه امانت به من بدهید که پدرم و مادرم و برادرانم و خواهرانم و هر چه دارند زنده خواهید گذارد و جانهای ما را از موت رستگار خواهید ساخت آن مردان به وی گفتند جانهای ما به عوض شما بمیرند که چون خداوند این زمین را به ما بدهد اگر این کار ما را بروز ندهید البته به شما احسان و امانت خواهیم کرد پس ایشان را با تناب از دریچه پایین کرد زیرا خانه او بر حصار شهر بود و او بر حصار ساکن بود و ایشان را گفت به کوه بروید مبادا تعاقب کنندگان به شما برسند و در آنجا سه روز خود را پنهان کنید تا تعاقب کنندگان برگردند بعد از آن به راه خود بروید آن مردان به وی گفتند ما از این قسم تو که به ما دادی مبرا خواهیم شد اینک چون ما به زمین داخل شویم این طناب ریسمان قرمز را به دریچه‌ای که ما را به آن پایین کردی ببند و پدرت و مادرت و برادرانت و تمامی خاندان پدرت را نزد خود به خانه جمع کن و چنین خواهد شد که هر کسی که از در خانه تو به کوچه بیرون رود خونش بر سرش خواهد بود و ما مبرا خواهیم بود و هر که نزد تو در خانه باشد اگر کسی بر او دست بگذارد خونش بر سر ما خواهد بود و اگر این کار ما را بروز دهی از قسم تو که به ما داده ای مبرا خواهیم بود او گفت موافق کلام شما باشد پس ایشان را روانه کرده رفتند و تناب قرمز را به دریچه بست پس ایشان روانه شده به کوه آمدند و در آنجا سه روز ماندند تا تعاقب کنندگان برگشتند و تعاقب کنندگان تمامی راه را جستجو کردند ولی ایشان را نیافتند. پس آن دو مرد برگشته از کوه به زیر آمدند و از نهر عبور نموده نزد یوشع ابن نون رسیدند و هر آنچه به ایشان واقع شده بود برای وی بیان کردند و به یوشع گفتند هر آین خداوند تمامی زمین را به دست ما داده است و جمیع ساکنان زمین به سبب ما گداخته شده اند. یوشع باب سوم بامدادان یوشع به زودی برخواسته او و تمامی بنی اسرائیل از شتیم روانه شده به اردن آمدند و قبل از عبور کردن در آنجا منزل گرفتند و بعد از سه روز رؤسای ایشان از میان لشکرگاه گذشتند و قوم را امر کرده گفتند چون تابوت عهد یهوه خدای خود را ببینید که لاویان کهنه آن را میبرند آنگاه شما از جای خود روانه شده در عقب آن بروید و در میان شما و آن به مقدار دو هزار زرا مسافت باشد و نزدیک آن میایید تا راهی که باید رفت بدانید زیرا که از این راه قبل از این عبور نکرده اید و یوشع به قوم گفت خود را تقدیس نمایید زیرا فردا خداوند در میان شما کارهای عجیب خواهد کرد و یوشع کاهنان را خطاب کرده گفت تابوت عهد را برداشته پیش روی قوم بروید پس تابوت عهد را برداشته پیش روی قوم روانه شدند. و خداوند یوشع را گفت امروز به بزرگ ساختن تو در نظر تمام اسرائیل شروع می کنم تا بدانند که چنان که با موسا بودم با تو نیز خواهم بود. پس تو کاهنان را که تابوت عهد را بر دارند امر فرموده بگو چون شما به کنار آب اردن برسید در اردن بیستید و یوشع بنی اسرائیل را گفت اینجا نزدیک آمده سخنان یهوه خدای خود را بشنوید و یوشع گفت به این خواهی دانست که خدای زنده در میان شماست و او کنعانیان و هتیان و هویان و فرزیان و جرجاشیان و اموریان و یبوسیان را از پیش روی شما البته بیرون خواهد کرد. اینک تابوت عهد خداوند تمامی زمین پیش روی شما به اردن عبور می کند. پس الان دوازده نفر از اسباط اسرائیل یعنی از هر سپت یک نفر را انتخاب کنید و واقع خواهد شد چون کف پایهای کاهنانی که تابوت یهوه خداوند تمامی زمین را بر می دارند در آبهای اردن قرار گیرد که آبهای اردن یعنی آبهایی که از بالا می آید شکافته شده مثل توده بر روی هم خواهد ایستاد و چون قوم از خیمه های خود روانه شدند تا از اردن عبور کنند و کاهنان تابوت عهد را پیش روی قوم می بردند. و بردارندگان تابوت به اردن رسیدند و پایهای کاهنانی که تابوت را برداشته بودند به کنار آب فرو رفت و اردن تمام موسم حساد بر همه کنارهایش سیلاب می شود. واقع شد که آبهایی که از بالا می آمد به ایستاد و به مسافتی بسیار دور تا شهر آدم که به جانب سرطان است بلند شد و آبی که به سوی دریای عربه یعنی بحر میرفت می رفت تماما قطع شد و قوم در مقابل عریها عبور کردند و کاهنانی که تابوت عهد خداوند را بر داشتند در میان اردن بر خشکی قائم ایستادند و جمیع اسرائیل به خشکی عبور کردند تا تمامی قوم از اردن بلکلیه گذشتند. یوشع باب چهارم و واقع شد که چون تمامی قوم از اردن بالکلیه گذشتند، خداوند یوشع را خطاب کرده گفت، دوازده نفر از قوم، یعنی از هر سپت یک نفر را بگیرید و ایشان را امر فرموده بگویید از اینجا از میان اردن از جایی که پایهای کاهنان قایم ایستاده بود دوازده سنگ بردارید و آنها را با خود برده در منزلی که امشب در آن فرود می آیید بنهید. پس یوشع آن دوازده مرد را که از بنی اسرائیل انتخاب کرده بود یعنی از هر سبت یک نفر طلبید و یوشع به ایشان گفت پیش تابوت یهوه خدای خود به میان اردن بروید و هر کسی از شما یک سنگ موافق شماره اسبات بنی اسرائیل بر دوش خود بردارد تا این در میان شما علامتی باشد هنگامی که پسران شما در زمان آینده پرسیده گویند که مقصود شما از این سنگ ها چیست، آنگاه به ایشان بگویید که آبهای اردن از حضور تابوت عهد خداوند شکافته شد، یعنی هنگامی که آن از اردن میگذشت. آبهای اردن شکافته شد، پس این سنگ ها به جهت بنی اسرائیل برای یادگاری ابدی خواهد بود. و بنی اسرائیل موافق آنچه یوشع امر فرموده بود کردند و دوازده سنگ از میان اردن به طوری که خداوند به یوشع گفته بود موافق شماره اسباط بنی اسرائیل برداشتند و آنها را با خود به جایی که در آن منزل گرفتند برده آنها را در آنجا نهادند. و یوشع در وسط اردن در جایی که پایهای کاهنانی که تابوت عهد را برداشته بودند ایستاده بود دوازده سنگ نصب کرد و در آنجا تا امروز هست و کاهنانی که تابوت را برمی داشتند در وسط اردن ایستادند تا هر آنچه خداوند یوشع را امر فرموده بود که به قوم بگوید تمام شد به حسب آنچه موسا به یوشع امر کرده بود و قوم به تعجیل عبور کردند و بعد از آنکه تمامی قوم بالکل گذشتند واقع شد که تابوت خداوند و کاهنان به حضور قوم عبور کردند و بنی رعوبین و بنی جاد و نصف سبت منسی مسلح شده پیش روی بنی اسرائیل عبور کردند چنانکه موسی موسا به ایشان گفته بود قریب به چهل هزار نفر مهیا شده کارزار به حضور خداوند به صحرای عریها برای جنگ عبور کردند و در آن روز خداوند یوشع را در نظر تمامی اسرائیل بزرگ ساخت و از او در تمام ایام عمرش می ترسیدند چنان که از موسا ترسیده بودند. و خداوند یوشع را خطاب کرده گفت. کاهنانی را که تابوت شهادت را بر می‌دارند بفرما که از اردن برایند پس یوشع کاهنان را امر فرموده گفت از اردن برایید و چون کاهنانی که تابوت عهد خداوند را برمی‌داشتند از میان اردن برآمدند و کف پایهای کاهنان بر خشکی گذارده شد آنگاه آب اردن به جای خود برگشت و مثل پیش بر تمامی کنارهایش جاری شد و در روز دهم ده از ماه اول قوم از اردن برآمدند و در جلجال به جانب شرقی عریها اردو زدند و یوشع آن دوازده سنگ را که از اردن گرفته بودند در جلجال نصب کرد و بنی اسرائیل را خطاب کرده گفت چون پسران شما در زمان آینده از پدران خود پرسیده گویند که این سنگ ها چیست آنگاه پسران خود را تعلیم داده گویید که اسرائیل از این اردن به خشکی عبور کردند زیرا یهوه خدای شما آب اردن را از پیش روی شما خشکانید تا شما عبور کردید چنان که یهوه خدای شما به بحر قلزم کرد که آن را پیش روی ما خشکانید تا ما عبور کردیم تا تمامی قوم های زمین دست خداوند را بدانند که آن زوراور است و از یهوه خدای شما همه اوقات بترسند یوشع باب پنجم و واقع شد که چون تمامی ملوک اموریانی که به آن طرف اردن به سمت مغرب بودند و تمامی ملوک کنعانیانی که به کناری دریا بودند شنیدند که خداوند آب اردن را پیش روی بنی اسرائیل خشکانیده بود تا ما عبور کردیم دلهای ایشان گداخته شد و از ترس بنی اسرائیل دیگر جان در ایشان نماند. در آن وقت خداوند به یوشع گفت کارتها از سنگ چخماق برای خود بساز و بنی اسرائیل را بار دیگر مختون ساز و یوشع کارتها از سنگ چخماق ساخته بنی اسرائیل را بر تل الفه ختنه کرد و سبب ختنه کردن یوشع این بود که تمام زکوران قوم یعنی تمام مردان جنگی که از مصر بیرون آمدند به سر راه در صحرا مردند اما تمامی قوم که بیرون آمدند مختون بودند و تمامی قوم که در صحرا بعد از بیرون آمدن ایشان از مصر به سر راه مولود شدند مختون نگشتند زیرا بنی اسرائیل چهل سال در بیابان راه می رفتند تا تمامی آن طایفه یعنی آن مردان جنگی که از مصر بیرون آمده بودند تمام شدند زان رو که آواز خداوند را نشنیدند و خداوند به ایشان قسم خورده گفت شما را نمیگذارم که آن زمین را ببینید که خداوند برای پدران ایشان قسم خورده بود که آن را به ما بدهد زمینی که به شیر و شهد جاری است و اما پسران ایشان که در جای آنها برخیزانیده بود یوشع ایشان را مختون ساخت زیرا نامختون بودند چون که ایشان را در راه ختنه نکرده بودند و واقع شد که چون از ختنه کردن تمام قوم فارق شدند در جایهای خود در لشکرگاه ماندند تا شفا یافتند و خداوند به یوشع گفت امروز آر مصر را از روی شما قلتانیدم از این سبب نام آن مکان تا امروز جلجال خوانده می شود و بنی اسرائیل در جلجال اردو زدند و عید فسح را در شب روز چهاردهم ماه در صحرای عریها نگاه داشتند و در فردای بعد از فسح در همان روز از حاصل کهنه زمین نازکهای فتیر و خوشه های برشته شده خوردند و در فردای آن روزی که از حاصل زمین خوردند من موقوف شد و بنی اسرائیل دیگر من نداشتند و در آن سال از محصول زمین کنعان میخوردند. و واقع شد چون یوشع نزد عریها بود که چشمان خود را بالا انداخته دید که اینک مردی با شمشیر برهنه در دست خود پیش وی ایستاده بود و یوشع نزد وی آمده او را گفت آیا تو از ما هستی یا از دشمنان ما؟ گفت نی بلکه من سردار لشکر خداوند هستم که الان آمدم. پس یوشع روی به زمین افتاده سجده کرد و به وی گفت آقایم به بنده خود چه میگوید سردار لشکر خداوند به یوشع گفت که نعلین خود را از پایت بیرون کن زیرا جایی که تو ایستاده ای مقدس است و یوشع چنین کرد یوشع باب ششم و عریها به سبب بنی اسرائیل سخت بسته شد به طوری که کسی به آن رفت و آمد نمی کرد و یهوه به یوشع گفت ببین عریها و ملکش و مردان جنگی را به دست تو تسلیم کردم پس شما یعنی همه مردان جنگی شهر را تواف کنید و یک مرتبه دور شهر بگردید و شش روز چنین کن و هفت کاهن پیش تابوت هفت کرنای یوبیل بردارند و در روز هفتم شهر را هفت مرتبه تواف کنید و کاهنان کرناها را بنوازند و چون بوق یوبیل کشیده شود و شما آواز کرنا را بشنوید تمامی قوم به آواز بلند صدا کنند. و حسار شهر به زمین خواهد افتاد و هر کس از قوم پیش روی خود براید. پس یوشع ابن نون کاهنان را خوانده به ایشان گفت تابوت عهد را بردارید و هفت کاهن هفت کرنای یوبیل را پیش تابوت خداوند بردارند و به قوم گفتند پیش بروید و شهر را تواف کنید و مردان مسلح پیش تابوت خداوند بروند. و چون یوشع این را به قوم گفت هفت کاهن هفت کرنای یوبیل را برداشته پیش خداوند رفتند و کرناها را نواختند. و تابوت عهد خداوند از عقب ایشان روانه شد. و مردان مسلح پیش کاهنانی که کرناها را می رفتند و ساقه لشکر از عقب تابوت روانه شدند و چون می رفتند کاهنان کرناها را می نواختند. و یوشع قوم را امر فرموده گفت صدا نزنید و آواز شما شنیده نشود بلکه سخنی از دهان شما بیرون نیاید تا روزی که به شما بگویم که صدا کنید آن وقت صدا زنید پس تابوت خداوند را به شهر تواف داد و یک مرتبه دور شهر گردش کرد و ایشان به لشکرگاه برگشتند و شب را در لشکرگاه به سر بردند. بامدادان یوشع به زودی برخاست و کاهنان تابوت خداوند را برداشتند و هفت کاهن هفت کرنای یوبیل را برداشته پیش تابوت خداوند میرفتند رفتند و کرناها را می نواختند و مردان مسلح پیش ایشان میرفتند و ساقه لشکر از عقب تابوت خداوند رفتند و چون می رفتند کاهنان کرناها را می نواختند. پس روز دوم شهر را یک مرتبه تواف کرده به برگشتند و شش روز چنین کردند. و در روز هفتم وقت طلوع فجر به زودی برخواسته شهر را به همین طور هفت مرتبه تواف کردند. جز اینکه در آن روز شهر را هفت مرتبه تواف کردند. و چنین شد در مرتبه هفتم چون کاهنان کرناها را نواختند که یوشع به قوم گفت صدا زنید زیرا خداوند شهر را به شما داده است. و خود شهر و هرچه در آن است برای خداوند حرام خواهد شد و راها به فاحشه فقط با هرچه باوی در خانه باشد زنده خواهد ماند زیرا رسولانی را که فرستادیم پنهان کرد و اما شما زنهار خیشتن را از چیز حرام نگاه دارید مبادا بعد از آنکه آن را حرام کرده باشید از آن چیز حرام بگیرید و لشگرگاه اسرائیل را حرام کرده آن را مسترب سازید و تمامی نقره و طلا و ظروف مسین و آهنین وقف خداوند می باشد و به خزانه خداوند گزارده شود. آنگاه قوم صدا زدند و کرناها را نواختند و چون قوم آواز کرنا را شنیدند و قوم به آواز بلند صدا زدند. حصار شهر به زمین افتاد و قوم یعنی هر کس پیش روی خود به شهر برآمد و شهر را گرفتند. و هر آنچه در شهر بود از مرد و زن و جوان و پیر و حتی گاو و گوسفند و علاق را به دم شمشیر هلاک کردند و یوشع به آن دو مرد که به جاسوسی زمین رفته بودند گفت به خانه زن فاحشه بروید و زن را با هر چه دارد از آنجا بیرون آرید چنان که برای وی قسم خوردید پس آن دو جوان جاسوس داخل شده راهاب و پدرش و مادرش و برادرانش را با هر چه داشت بیرون آوردند بلکه تمام خیشانش را آورده ایشان را بیرون لشکرگاه اسرائیل جا دادند و شهر را با آنچه در آن بود به آتش سوزانیدند لیکن نقره و طلا و ظروف مسین و آهنین را به خزانه خانه خداوند گذاردند و یوشع راها به فاحشه و خاندان پدرش را با هرچه از آن او بود زنده نگاه داشت و او تا امروز در میان اسرائیل ساکن است زیرا رسولان را که یوشع برای جاسوسی عریها فرستاده بود پنهان کرد و در آن وقت یوشع ایشان را قسم داده گفت ملعون باد به حضور خداوند کسی که برخواسته این شهر عریها را بنا کند به نخست زاده خود بنیادش خواهد نهاد و به پسر کوچک خود هایش را برپا خواهد نمود و خداوند با یوشع می بود و اسم او در تمامی آن زمین شهرت یافت یوشع باب هفتم و بنی اسرائیل در آنچه حرام شده بود خیانت ورزیدند زیرا اخان ابن کرمی ابن زبدی ابن زاره از سبت یهودا از آنچه حرام شده بود گرفت و غضب خداوند بر بنی اسرائیل افروخته شد و یوشع از عریها تا آی که نزد بیت آون به طرف شرقی بیت ایل واقع است، مردان فرستاد و ایشان را خطاب کرده گفت، بروید و زمین را جاسوسی کنید، پس آن مردان رفته آی را جاسوسی کردند، و نزد یوشع برگشته او را گفتند، تمامی قوم بر نیایند، به قدر دو یا سه هزار نفر برایند و آی را بزنند، و تمامی قوم را به آنجا زحمت ندهی زیرا که ایشان کمند. پس قریب به سه هزار نفر از قوم به آنجا رفتند و از حضور مردان آی فرار کردند. و مردان آی از آنها به قدر سی و شش نفر کشتند و از پیش دروازه تا شباریم، ایشان را تعاقب نموده ایشان را در نشیب زدند و دل قوم گداخته شده مثل آب گردید و یوشع و مشایخ اسرائیل جامعه خود را چاک زده پیش تابوت خداوند تا شام رو به زمین افتادند و خاک بر سرهای خود پاشیدند و یوشع گفت آه ای خداوند یهوه برای چه این قوم را از اردن عبور دادی تا ما را به دست اموریان تسلیم کرده ما را هلاک کنی کاش راضی شده بودیم که به آن طرف اردن بمانیم آه ای خداوند چه بگویم بعد از آنکه اسرائیل از حضور دشمنان خود پشت داده اند زیرا چون آنیان و تمامی ساکنان زمین این را بشنوند دور ما را خواهند گرفت و نام ما را از این زمین منقطع خواهند کرد و تو به اسم بزرگ خود چه خواهی کرد خداوند به یوشع گفت برخیز چرا تو به این طور به روی خود افتاده ای؟ اسرائیل گناه کرده و از عهدی نیز که به ایشان امر فرمودم تجاوز نموده اند و از چیز حرام هم گرفته دزدیدند بلکه انکار کرده آن را در اسباب خود گذاشته اند. از این سبب بنی اسرائیل نمی توانند به حضور دشمنان خود بیستند و از حضور دشمنان خود پشت داده اند زیرا که ملعون شده اند. و اگر چیز حرام را از میان خود تباه نسازید، من دیگر با شما نخواهم بود برخیز قوم را تقدیس نما و بگو برای فردا خیشتن را تقدیس نمایید زیرا یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید ای اسرائیل چیزی حرام در میان توست و تا این چیز حرام را از میان خود دور نکنی پیش روی دشمنان خود نمیتوانی ایستاد پس بامدادان شما موافق اسبات خود نزدیک بیایید. و چنین شود که سبتی را که خداوند انتخاب کند به قبیله های خود نزدیک آیند. و قبیله را که خداوند انتخاب کند به خاندان های خود نزدیک بیایند. و خاندانی را که خداوند انتخاب کند به مردان خود نزدیک آیند. و هر که آن چیز حرام نزد او یافت شود با هر چه دارد به آتش سوخته شود زیرا که از عهد خداوند تجاوز نموده قباهتی در میان اسرائیل به عمل آورده است پس یوشع بامدادان به زودی برخاسته اسرائیل را به اسبات ایشان نزدیک آورد و سبط یهودا گرفته شد و قبیله یهودا را نزدیک آورد و قبیله زارهیان گرفته شد. پس قبیله زارهیان را به مردان ایشان نزدیک آورد و زبدی گرفته شد. و خاندان او را به مردان ایشان نزدیک آورد و اخان ابن کرمی ابن زبدی ابن زاره از سبت یهودا گرفته شد. و یوشع به اخان گفت. ای پسر من الان یهوه خدای اسرائیل را جلال بده و نزد او اعتراف نما و مرا خبر بده که چه کردی و از ما مخفی مدار اخان در جواب یوشع گفت فلواقع به یهوه خدای اسرائیل گناه کرده و چنین و چنان به عمل آورده ام چون در میان قنیمت ردایی فاخر شناری و دویست مسقال نقره و یک شمش طلا که وزنش پنجاه مسقال بود دیدم آنها را طمع ورزیده گرفتم و اینک در میان خیمه من در زمین است و نقره زیر آن می باشد. آنگاه یوشع رسولان فرستاد و به خیمه دویدند و اینک در خیمه او پنهان بود و نقره زیر آن و آنها را از میان خیمه گرفته نزد یوشع و جمیع بنی اسرائیل آوردند و آنها را به حضور خداوند نهادند و یوشع و تمامی بنی اسرائیل با وی اخان پسر زاره و نقره و ردا و شمش طلا و پسرانش و دخترانش و گاوانش و همارانش و گوسفندانش و خیمه و تمامی ما را گرفته آنها را به وادی اخور بردند و یوشع گفت برای چه ما را مسترب ساختی خداوند امروز تو را مسترب خواهد ساخت پس تمامی اسرائیل او را سنگسار کردند و آنها را به آتش سوزانیدند و ایشان را به سنگها سنگسار کردند و توده بزرگ از سنگها بر او برپا داشتند کتاب امروز هست و خداوند از شدت غضب خود برگشت بنابراین اسم آن مکان تا امروز وادی اخور نامیده شده است. یوشع باب هشتم و خداوند به یوشع گفت ما ترس و حراسان مباش تمامی مردان جنگی را با خود بردار و برخواسته به آی برو. اینک ملک آی، و قوم او و شهرش و زمینش را به دست تو دادم و به آی و ملکش به طوری که به عریها و ملکش عمل نمودی بکن لیکن قنیمتش را با بهایمش برای خود به تاراج گیرید و در پشت شهر کمین ساز پس یوشع و جمیع مردان جنگی برخواستند تا به آی بروند. و یوشع سی هزار نفر از مردان دلاور انتخاب کرده ایشان را در شب فرستاد. و ایشان را امر فرموده گفت اینک شما برای شهر در کمین باشید یعنی از پشت شهر و از شهر بسیار دور مروید و همه شما مستعد باشید و من و تمام قومی که با منند نزدیک شهر خواهیم آمد و چون مثل دفعی اول به مقابله ما بیرون آیند از پیش ایشان فرار خواهیم کرد و ما را تعاقب خواهند کرد تا ایشان را از شهر دور سازیم زیرا خواهند گفت که مثل دفعی اول از حضور ما فرار می کنند پس از پیش ایشان خواهیم گریخت. آنگاه از کمینگاه برخواسته شهر را به تصرف آورید زیرا یهوه خدای شما آن را به دست شما خواهد داد و چون شهر را گرفته باشید پس شهر را به آتش بسوزانید و موافق سخن خداوند به عمل آورید اینک شما را امر نمودم پس یوشع ایشان را فرستاد و به کمینگاه رفته در میان بیت ایل و آی به طرف غربی آی ماندند و یوشع آن شب را در میان قوم به سر برد و یوشع بامدادان به زودی برخواسته قوم را سفارایی نمود و او با مشایخ اسرائیل پیش روی قوم به سوی آی روانه شدند و تمامی مردان جنگی که با بودند روانه شده نزدیک آمدند و در مقابل شهر رسیده به طرف شمال آی فرود آمدند و در میان او و آی وادی بود و قریب به پنج هزار نفر گرفته ایشان را در میان بیت ایل و آی به طرف غربی شهر در کمین نهاد. پس قوم یعنی تمامی لشکر که به طرف شمالی شهر بودند و آنانی را که به طرف غربی شهر در کمین بودند قرار دادند و یوشع آن شب در میان وادی رفت و چون ملک آی این را دید او و تمامی قومش تأجیل نموده به زودی برخواستند و مردان شهر به مقابله بنی اسرائیل برای جنگ به جای معین پیش عربه بیرون رفتند و او ندانست که در پشت شهر برای وی در کمین هستند و یوشع و همه اسرائیل خود را از حضور ایشان منحزم ساخته به راه بیابان فرار کردند و تمامی قومی را که در شهر بودند ندا در دادند تا ایشان را تعاقب کنند پس یوشع را تعاقب نموده از شهر دور شدند و هیچ کس در آی و بیت ایل باقی نماند که از عقب بنی اسرائیل بیرون نرفت و دروازه های شهر را باز گذاشته اسرائیل را تعاقب نمودند و خداوند به یوشع گفت مزراقی را که در دست توست به سوی آی دراز کن زیرا آن را به دست تو دادم و یوشع مزراقی را که به دست خود داشت به سوی شهر دراز کرد و آنانی که در کمین بودند به زودی از جای خود برخواستند و چون او دست خود را دراز کرد دویدند و داخل شهر شده آن را گرفتند و تعجیل نموده شهر را به آتش سوزانیدند و مردان آی بر عقب نگریسته دیدند که اینک دود شهر به سوی آسمان بالا می رود. پس برای ایشان طاقت نماند که به این طرف و آن طرف بگریزند و قومی که به سوی صحرا می گریختند، بر تعاقب کنندگان خود برگشتند و چون یوشع و تمامی اسرائیل دیدند که آنانی که در کمین بودند شهر را گرفته اند و دود شهر بالا می رود ایشان برگشته مردان آی را شکست دادند و دیگران به مقابله ایشان از شهر بیرون آمدند و ایشان در میان اسرائیل بودند آنان از یک طرف و اینان از طرف دیگر و ایشان را میکشتند به حدی که کسی از آنها باقی نماند و نجات نیافت و ملک آی را زنده گرفته او را نزد یوشع آوردند و واقع شد که چون اسرائیل از کشتن همه ساکنان آی در صحرا و در بیابانی که ایشان را در آن تعاقب مینمودند فارغ شدند و همه آنها از دم شمشیر افتاده هلاک گشتند تمامی اسرائیل به آی برگشته آن را به دم شمشیر کشتند و همه آنانی که در آن روز از مرد و زن افتادند دوازده هزار نفر بودند یعنی تمامی مردمان آی زیرا یوشه دست خود را که با مزراق دراز کرده بود پس نکشید تا تمامی ساکنان آی را هلاک کرد لیکن بهایم و قنیمت آن شهر را اسرائیل برای خود به تاراج بردند موافق کلام خداوند که به یوشع امر فرموده بود پس یوشع آی را سوزانید و آن را توده ابدی و خرابه ساخت که تا امروز باقی است و ملک آی را تا وقت شام به دار کشید و در وقت غروب آفتاب یوشع فرمود تا لاش او را از دار پایین آورده او را نزد دهنه دروازه شهر انداختند و توده بزرگ از سنگها بر آن برپا کردند که تا امروز باقی است. آنگاه یوشع مذبحی برای یهوه خدای اسرائیل در کوه ایبال بنا کرد. چنان موسی موسا بنده خداوند بنی اسرائیل را امر فرموده بود. به طوری که در کتاب تورات موسا مکتوب است. یعنی مذبحی از سنگهای ناتراشیده، که کسی بر آنها آلات آهنین بلند نکرده بود و بر آن قربانیهای سلامتی برای خداوند گذرانیدند و زبایه سلامتی زب کردند و در آنجا بر آن سنگها نسخه تورات موسا را که نوشته بود به حضور بنی اسرائیل مرقوم ساخت و تمامی اسرائیل و مشایخ و رؤسا و داوران ایشان به هر دو طرف تابوت پیش لاویان کهنه که تابوت عهد خداوند را برمی داشتند ایستادند هم قریبان و هم متوطنان نصف ایشان به طرف کوه جرزیم و نصف ایشان به طرف کوه ایبال چنانکه موسا موسی بنده خداوند امر فرموده بود تا قوم اسرائیل را اول برکت دهند و بعد از آن تمامی سخنان شریعت هم برکتها و هم لعنتها را به طوری که در کتاب تورات مرقوم است خواند از هرچه موسی امر فرموده بود حرفی نبود که یوشع به حضور تمام جماعت اسرائیل با زنان و اطفال و قریبانی که در میان ایشان میرفتند نخواند. یوشع باب نهم و واقع شد که تمامی ملوک هتیان و اموریان و کنعانیان و فرزیان و هویان و یبوسیان که به آن طرف اردن در کوه و هامون و در تمامی کناره دریای بزرگ تا مقابل لبنان بودند چون این را شنیدند با هم جمع شدند تا با یوشع و اسرائیل متفقا جنگ کنند و اما ساکنان جبعون چون آنچه را که یوشع به عریها و آی کرده بود شنیدند ایشان نیز به حیله رفتار نمودند و روانه شده خیشتن را مثل ایلچیان ظاهر کرده جوالهای کهنه بر علاقهای خود و مشکهای شراب که کهنه و پاره و بسته شده بود گرفتند. و بر پایهای خود کفشهای مندرس و پین زده و بر بدن خود رخت کهنه و تمامی نان توشه ایشان خشک و کف زده بود و نزد یوشع به اردو در جلجال آمده به او و به مردان اسرائیل گفتند که از زمین دور آمده ایم پس الان با ما عهد ببندید و مردان اسرائیل به هویان گفتند شاید در میان ما ساکن باشید پس چگونه با شما عهد ببندیم ایشان به یوشع گفتند ما بندگان تو هستیم یوشع به ایشان گفت که شما کیانید و از کجا می آیید؟ به وی گفتند بندگانت به سبب اسم یهوه خدای تو از زمین بسیار دور آمده ایم زیرا که آوازه او و هرچرا که در مصر کرد شنیدیم و نیز آنچرا به دو ملک اموریان که به آن طرف اردن بودند یعنی به سیهون ملک هشمون و اوج ملک باشان که در اشتاروت بود کرد. پس مشایخ ما و تمامی ساکنان زمین ما به ما گفتند که توشه ای به جهت راه، به دست خود بگیرید و به استقبال ایشان رفته ایشان را بگویید که ما بندگان شما هستیم پس الان با ما عهد ببندید این نان ما در روزی که روانه شدیم تا نزد شما بیاییم از خانه های خود آن را برای توشه راه گرم گرفتیم و الان اینک خشک و کف زده شده است و این مشک های شراب که پر کردیم تازه بود و اینک پاره شده و این رخت و کفش های ما از کسرت طول راه کهنه شده است. آنگاه آن مردمان از توشه ایشان گرفتند و از دهان خداوند مشورت نکردند. و یوشع با ایشان صلح کرده عهد بست که ایشان را زنده نگه دارد و رؤسای جماعت با ایشان قسم خوردند. اما بعد از انقضای سه روز که با ایشان عهد بسته بودند، شنیدند که آنها نزدیک ایشانند و در میان ایشان ساکنند. پس بنی اسرائیل کوچ کرده در روز سوم به شهرهای ایشان رسیدند و شهرهای ایشان جبعون و کفیره و بعیروت و قریه یعاریم بود. و بنی اسرائیل ایشان را نکشتند زیرا رؤسای جماعت برای ایشان به یهوه خدای اسرائیل قسم خورده بودند و تمامی جماعت بر رؤسا هم همه کردند و جمیع رؤسا به تمامی جماعت گفتند که برای ایشان به یهوه خدای اسرائیل قسم خوردیم پس الان نمیتوانیم به ایشان ضرر برسانیم این را به ایشان خواهیم کرد و ایشان را زنده نگاه خواهیم داشت مبادا به سبب قسمی که برای ایشان خوردیم غضب بر ما بشود و رؤسا به ایشان گفتند بگذارید که زنده بمانند پس برای تمامی جماعت هیزم شکنان و سقایان آب شدند چنانکه که رؤسا به ایشان گفته بودند و یوشع ایشان را خواند و به دیشان خطاب کرده گفت چرا ما را فریب دادید و گفتید که ما از شما بسیار دور هستیم و حال آنکه در میان ما ساکنید پس حال شما ملعونید و از شما غلامان و هیزم شکنان و سقایان آب همیشه برای خانه خدای ما خواهند بود ایشان در جواب یوشع گفتند زیرا که بندگان تو را یقینا خبر دادند که یهوه خدای تو بنده خود موسا را امر کرده بود که تمامی این زمین را به شما بدهد و همه ساکنان زمین را از پیش روی شما هلاک کند و برای جانهای خود به سبب شما بسیار ترسیدیم پس این کار را کردیم و الان اینک ما در دست تو هستیم به هر طوری که در نظر تو نیکو و ثواب است که به ما رفتار نمایی عمل نما پس او با ایشان به همین طور عمل نموده ایشان را از دست بنی اسرائیل رهایی داد که ایشان را نکشتند و یوشع در آن روز ایشان را مقرر کرد تا هیزم شکنان و سقایان آب برای جماعت و برای مذبح خداوند باشند در مقامی که او اختیار کند و تا به امروز چنین هستند یوشع باب دهم و چون ادونی صدق ملک اورشلیم شنید که یوشع آی را گرفته و آن را یوشع باب دهم ده و چون ادونی صدق ملک اورشلیم شنید که یوشع آی را گرفته و آن را تباه کرده و به طوری که به عریها و ملکش عمل نموده بود به آی و ملکش نیز عمل نموده است و ساکنان جبعون با اسرائیل صلح کرده در میان ایشان می باشند، ایشان بسیار ترسیدند زیرا جبعون شهر بزرگ مثل یکی از شهرهای پادشاهنشین بود و مردانش شجاع بودند پس ادونی ملک اورشلیم نزد هوهام ملک حبرون و فرام ملک یرموت و یافی ملک لاخیش و دبیر ملک اجلون فرستاده گفت نزد من آمده مرا اعانت کنید تا جبعون را بزنیم زیرا که با یوشع و بنی اسرائیل صلح کرده اند. پس پنج ملک اموریان یعنی ملک اورشلیم و ملک حبرون و ملک یرموت و ملک لاخیش و ملک اجلون جمع شدند و با تمام لشکر خود برآمدند و در مقابل جبعون اردو زده با آن جنگ کردند. پس مردان جبعون نزد یوشع به اردو در جلجال فرستاده گفتند دست خود را از بندگانت باز مدار. به زودی نزد ما بیا و ما را نجات بده و مدد کن زیرا تمامی ملوک اموریانی که در کوهستان ساکنند بر ما جمع شده اند. پس یوشع با جمیع مردان جنگی و همه مردان شجاع از جلجال آمد و خداوند به یوشع گفت از آنها مترس زیرا ایشان را به دست تو دادم و کسی از ایشان پیش تو نخواهد ایستاد پس یوشع تمامی شب از جلجال کوچ کرده ناگهان به ایشان برآمد و خداوند ایشان را پیش اسرائیل منحزم ساخت و ایشان را در جبعون به کشتار عظیمی کشت و ایشان را به راه گردنه بیت هورون گریزانید و تا عزیقه و مقیده ایشان را کشت. و چون از پیش اسرائیل فرار میکردند و ایشان در سرازیری بیت هورون می بودند، آنگاه خداوند تا عزیقه بر ایشان از آسمان سنگهای بزرگ بارانید و مردند. و آنانی که از سنگهای تگرگ مردند بیشتر بودند از کسانی که بنی اسرائیل به شمشیر کشتند. آنگاه یوشه در روزی که خداوند اموریان را پیش بنی اسرائیل تسلیم کرد، به خداوند در حضور بنی اسرائیل تکلم کرده گفت، ای آفتاب، بر جبعون بیست و تو ای ماه بر وادی ایلون پس آفتاب ایستاد و ماه توقف نمود تا قوم از دشمنان خود انتقام گرفتند مگر این در کتاب یاشر مکتوب نیست که آفتاب در میان آسمان ایستاد و قریب به تمامی روز به فرو رفتن تعجیل نکرد و قبل از آن و بعد از آن روزی مثل آن واقع نشده بود که خداوند آواز انسان را بشنود زیرا خداوند برای اسرائیل جنگ می کرد. پس یوشع با تمامی اسرائیل به اردو به جلجال برگشتند. اما آن پنج ملک فرار کرده خود را در مقاره مقیده پنهان ساختند. و به یوشع خبر داده گفتند که آن پنج ملک پیدا شده اند و در مقاره مقیده پنهانند. یوشع گفت سنگ های بزرگ به دهنه مقاره بقلتانید و بر آن مردمان بگمارید تا ایشان را نگاهبانی کنند و اما شما توقف منمایید بلکه دشمنان خود را تعاقب کنید و مؤخر ایشان را بکشید و مگذارید که به شهرهای خود داخل شوند زیرا یهوه خدای شما ایشان را به دست شما تسلیم نموده است. و چون یوشع و بنی اسرائیل از کشتن ایشان به کشتار بسیار عظیمی تا نابود شدن ایشان فارغ شدند و بقیه که از ایشان نجات یافتند به شهرهای حساردار درآمدند. آنگاه تمامی قوم نزد یوشع به اردو در مقیده به سلامتی برگشتند و کسی زبان خود را بر احدی از بنی اسرائیل تیز نساخت. پس یوشع گفت دهنه مقاره را بگشایید و آن پنج ملک را از مقاره نزد من بیرون آورید. پس چنین کردند و آن پنج ملک یعنی ملک اوشلیم و ملک حبرون و ملک یرموت و ملک لاخیش و ملک اجلون را از مقاره نزد وی بیرون آوردند و چون ملوک را نزد یوشع بیرون آوردند یوشع تمامی مردان اسرائیل را خواند و به سرداران مردان جنگی که همراه وی میرفتند گفت نزدیک بیایید و پایهای خود را بر گردن این ملوک بگذارید پس نزدیک آمده پایهای خود را بر گردن ایشان گذاردند و یوشع به ایشان گفت ما ترسید و حراسان مباشید، قوی و دلیر باشید زیرا خداوند با همه دشمنان شما که با ایشان جنگ می کنید چنین خواهد کرد. و بعد از آن یوشع ایشان را زد و کشت و بر پنج دار کشید که تا شام بر دارها آویخته بودند. و در وقت غروب آفتاب یوشع فرمود تا ایشان را از دارها پایین آورند و ایشان را به مقاری که در آن پنهان بودند انداختند و به دهنه مقاره سنگهای بزرگ که تا امروز باقی است گذاشتند و در آن روز یوشع مقیده را گرفت و آن و ملکش را به دم شمشیر زده ایشان و همه نفوسی را که در آن بودند هلاک کرد و کسی را باقی نگذاشت و به طوری که با ملک عریها رفتار نموده بود با ملک مقیده نیز رفتار کرد. و یوشع با تمامی اسرائیل از مقیده به لبنه گذشت و با لبنه جنگ کرد و خداوند آن را نیز با ملکش به دست اسرائیل تسلیم نمود. پس آن و همه کسانی را که در آن بودند به دم شمشیر کشت. و کسی را باقی نگذاشت و به طوری که با ملک عریها رفتار نموده بود با ملک آن نیز رفتار کرد و یوشع با تمامی اسرائیل از لبنه به لاخیش گذشت و به مقابلش اردو زده با آن جنگ کرد و خداوند لاخیش را به دست اسرائیل تسلیم نمود که آن را در روز دوم تسخیر نمود. و آن و همه کسانی را که در آن بودند به دم شمشیر کشت چنان که به لبنه کرده بود. آنگاه هورام ملک جازر برای اعانت لاخیش آمد و یوشع او و قومش را شکست داد به حدی که کسی را برای او باقی نگذاشت. و یوشع با تمامی اسرائیل از لاخیش به اجلون گذشتند و به مقابلش اردو زده با آن جنگ کردند و در همان روز آن را گرفته به دم شمشیر زدند و همه کسانی را که در آن بودند در آن روز هلاک کرد چنان که بلاخیش کرده بود و یوشع با تمامی اسرائیل از اجلون به حبرون برآمده با آن جنگ کردند و آن را گرفته آن را با ملکش و همه شهرهایش و همه کسانی که در آن بودند به دم شمشیر زدند و موافق هر آنچه که به اجلون کرده بود کسی را باقی نگذاشت بلکه آن را با همه کسانی که در آن بودند هلاک ساخت. و یوشع با تمامی اسرائیل به دبیر برگشت و با آن جنگ کرد و آن را با ملکش و همه شهرهایش گرفت و ایشان را به دم شمشیر زدند و همه کسانی را که در آن بودند هلاک ساختند و او کسی را باقی نگذاشت و به طوری که به هبرون رفتار نموده بود به دبیر و ملکش نیز رفتار کرد چنان که به لبنه و ملکش نیز رفتار نموده بود. پس یوشع تمامی آن زمین یعنی کوهستان و جنوب و هامون و وادیها و جمیع ملوک آنها را زده کسی را باقی نگذاشت و هر زینفس را هلاک کرده چنان که یهوه خدای اسرائیل امر فرموده بود و یوشع ایشان را از قادش برنی تا غزه و تمامی زمین جوشن را تا جبعون زد و یوشه جمیع این ملوک و زمین ایشان را در یک وقت گرفت زیرا که یهوه خدای اسرائیل برای اسرائیل جنگ می کرد و یوشع با تمامی اسرائیل به اردو در جلجال مراجعت کردند. باب یازدهم و واقع شد که چون یابین ملک حاسور این را شنید نزد یوباب ملک مادون و نزد ملک شمرون و نزد ملک اخشاف فرستاد و نزد ملوکی که به طرف شمال در کوهستان و در عربه جنوب کنروت و در هامون و در نافوت دور به طرف مغرب بودند. و نزد کنعانیان به طرف مشرق و مغرب و اموریان و هتیان و فرزیان و یبوسیان در کوهستان و هویان زیر هرمون در زمین مصفه و آنها با تمامی لشکرهای خود که قوم بسیاری بودند و عدد ایشان مثل ریگ کناری دریا بود با اسبان و عرابه های بسیار بیرون آمدند. و تمامی این ملوک جمع شده آمدند و نزد آبهای میروم در یک جا اردو زدند تا با اسرائیل جنگ کنند. و خداوند به یوشع گفت از ایشان مترس زیرا که فردا چنین وقتی جمعی ایشان را کشته شده به حضور اسرائیل تسلیم خواهم کرد و اسبان ایشان را پی خواهی کرد. و عرابه های ایشان را به آتش خواهی سوزانید. پس یوشه با تمامی مردان جنگی به مقابله ایشان نزد آبهای میروم ناگهان آمده بر ایشان حمله کردند و خداوند ایشان را به دست اسرائیل تسلیم نمود که ایشان را زدند و تا سیدون بزرگ و مصرفوت مایم و تا وادی مصفه به طرف شرقی تعاقب کرده کشتند به حدی که کسی را از ایشان باقی نگذاشتند. و یوشع به طوری که خداوند به وی گفته بود با ایشان رفتار نموده اسبان ایشان را پی کرد و عرابه های ایشان را به آتش سوزانید. و یوشع در آن وقت برگشت و حاسور را گرفته ملکش را با شمشیر کشت زیرا حاسور قبل از آن سر جمیع آن ممالک بود و همه کسانی را که در آن بودند به دم شمشیر کشته ایشان را بالکل هلاک کرد و هیچ زی حیات باقی نماند و حاسور را به آتش سوزانید و یوشع تمامی شهرهای آن ملوک و جمیع ملوک آنها را گرفت و ایشان را به دم شمشیر کشته بالکل هلاک کرد به طوری که موسی بنده خداوند امر فرموده بود لکن همه شهرهایی را که بر تلهای خود استوار بودند اسرائیل آنها را نسوزانید سوای حاسور که یوشع آن را فقط سوزانید و بنی اسرائیل تمامی قنیمت آن شهرها و بهایم آنها را برای خود به قارت بردند اما همه مردم را به دم شمشیر کشتند به حدی که ایشان را حلاک کرده هیچ زیحیات را باقی نگذاشتند. چنان که خداوند بنده خود موسا را امر فرموده بود. همچنین موسا به یوشع امر فرمود و به همین طور یوشع عمل نمود. و چیزی از جمیع احکامی که خداوند به موسا فرموده بود باقی نگذاشت. پس یوشع تمامی آن زمین کوهستان و تمامی جنوب و تمامی زمین جوشن و هامون و عربه و کوهستان اسرائیل و هامون آن را گرفت. از کوه حالق که به سوی سعیر بالا می رود تا بعل جاد که در وادی لبنان زیر کوه هرمان است و جمیع ملوک آنها را گرفته ایشان را زد و کشت. و یوشع روزهای بسیار با این ملوک جنگ کرد و شهری نبود که با بنی اسرائیل صلح کرده باشد جز هویانی که در جبعون ساکن بودند و همه دیگران را در جنگ گرفتند زیرا از جانب خداوند بود که دل ایشان را سخت کند تا به مقابله اسرائیل درآیند و او ایشان را بالکل هلاک سازد و بر ایشان رحمت نشود بلکه ایشان را نابود سازد چنانکه خداوند به موسی امر فرموده بود و در آن زمان یوشع آمده اناقیان را از کوهستان از هبرون و دبیر و اناب و همه کوههای یهودا و همه کوههای اسرائیل منقطع ساخت و یوشع ایشان را با شهرهای ایشان بالکل هلاک کرد کسی از اناقیان در زمین بنی اسرائیل باقی نماند لیکن در قضا و جد و اشدود بعضی باقی ماندند. پس یوشه تمامی زمین را بر حسب آنچه خداوند به موسی گفته بود گرفت و یوشه آن را به بن اسرائیل بر حسب فرقه ها و اسبات ایشان به ملکیت بخشید و زمین از جنگ آرام گرفت. یوشع باب دوازدهم و اینانند ملوک آن زمین که بنی اسرائیل کشتند و زمین ایشان را به آن طرف اردن به سوی مطلع آفتاب از وادی ارنون تا کوه هرمون و تمامی عربه شرقی را متصرف شدند. سیحون ملک اموریان که در حشبون ساکن بود و از اروئیر که به کناره وادی ارنون است. و از وسط وادی و نصف جلعاد تا وادی یبوق که سرحد بنی امون است حکمرانی می کرد. و از عربه تا دریای کنروت به طرف مشرق و تا دریای عربه یعنی بحر الملح به طرف مشرق به راه بیت یشیموت و به طرف جنوب زیر دامن فسجه. و سرحد اوج ملک باشان که از بقیه رفاعیان بود و در اشتاروت و ادرعی سکونت داشت و در کوه هرمون و سلخه و تمامی باشان تا سرحد جشوریان و معکیان و بر نصف جلعاد تا سرحد سیهون ملک هشبون حکمرانی می کرد. اینها را موسی بنده خداوند و بنی اسرائیل زدند و موسا بنده خداوند آن را به رعوبینیان و جادیان و نصف سبت منسی به ملکیت داد. و اینانند ملوک آن زمین که یوشع و بنی اسرائیل ایشان را در آن طرف اردن به سمت مغرب کشت. از بعل جاد در وادی لبنان تا کوه حالق که به سعیر بالا می رود. و یوشع آن را به اسباط اسرائیل بر حسب فرقه های ایشان به ملکیت داد. در کوهستان و هامون و عربه و دشتها و صحرا و در جنوب از هتیان و اموریان و کنعانیان و فرزیان و هویان و یبوسیان. یکی ملک عریها و یکی ملک آی که در پهلوی بیت ایل است. و یکی ملک اورشلیم و یکی ملک حبرون و یکی ملک یرموت و یکی ملک لاخیش و یکی ملک اجلون و یکی ملک جازر و یکی ملک دبیر و یکی ملک جادر و یکی ملک هرما و یکی ملک اراد و یکی ملک لبنه و یکی ملک ادولام. و یکی ملک مقیده و یکی ملک بیت ایل و یکی ملک تفوه و یکی ملک هافر و یکی ملک افیق و یکی ملک لشارون و یکی ملک مادون و یکی ملک حاسور و یکی ملک شمرون مرعون و یکی ملک اکشاف و یکی ملک تعناک و یکی ملک مجدو و یکی ملک قادش و یکی ملک یقنعام در کرمل و یکی ملک دور در نافت دور و یکی ملک امتها در جلجال پس یکی ملک ترسه و جمیع ملوک سی و یک نفر بودند یوشع باب سیزدهم و یوشع پیر و سال خورده شد و خداوند به وی گفت تو پیر و سال خورده شده ای و هنوز زمین بسیار برای تصرف باقی میماند و این است زمینی که باقی میماند تمامی بلوک فلسطینیان و جمیع جشوریان از شیهور که در مقابل مصر است تا سرحد اقرون به سمت شمال که از کنعانیان شمرده می شود یعنی پنج سردار فلسطینیان از قزیان و اشدودیان و اشقلونیان و جتیان و اقرونیان و اویان و از جنوب تمامی زمین کنعانیان و مقاری که از سیدونیان است. تا افیق و تا سرحد اموریان و زمین جبلیان و تمامی لبنان به سمت مطلع آفتاب از بعل جاد که زیر کوه هرمون است تا مدخل همات تمامی ساکنان کوهستان از لبنان تا مصر مایم که جمیع سیدونیان باشند من ایشان را از پیش بنی اسرائیل بیرون خواهم کرد لیکن تو آنها را به بنی اسرائیل به ملکیت به قرعه تقسیم نما چنان که تو را امر فرمودم پس الان این زمین را به نه سپت و نصف سپت منسی برای ملکیت تقسیم نما با او رعوبینیان و جادیان ملک خود را گرفتند که موسا در آن طرف اردن به سمت مشرق به ایشان داد، چنانکه موسا بنده خداوند به ایشان بخشیده بود. از اروئیر که بر کناره وادی ارنون است و شهری که در وسط وادی است و تمامی بیابان می دبا تا دیبون و جمیع شهرهای سیحون ملک اموریان که در هشبون تا سرحد بنی امون حکمرانی می کرد. و جلعاد و سرحد جشوریان و معکیان و تمامی کوه هرمون و تمامی باشان تا سلخه. و تمامی ممالک اوج در باشان که در اشتاروت و ادرعی حکمرانی می کرد. و او از بقیه رفاعیان بود. پس موسا ایشان را شکست داد و بیرون کرد. اما بنی اسرائیل جشوریان و معکیان را بیرون نکردند، پس جشور و معکی تا امروز در میان اسرائیل ساکنند. لیکن به سبت لاوی هیچ ملکیت نداد، زیرا هدایای آتشین یهوه خدای اسرائیل ملکیت وی است چنان که به او گفته بود. و موسی به سبت بنی رعوبین بر حسب قبیله های ایشان داد و حدود ایشان از اروئیر بود که به کنار وادی ارنون است و شهری که در وسط وادی است و تمامی بیابان که پهلوی میدباست هشبون و تمامی شهرهایش که در بیابان است و دیبون و باموت بعل و بیت بعل معون و یحسه و قدیموت و میفاعت و قریتایم و سبمه و سارت شهر که در کوه دره بود و بیت فقور و دامن فسجه و بیت یشیموت و تمامی شهرهای بیابان و تمامی ممالک سیهون ملک اموریان که در هشبون حکمرانی میکرد. و موسا او را با سرداران مدیان یعنی اوی و راقم و سور و هور و رابع عمرای سیهون که در آن زمین ساکن بودند شکست داد. و بلعام ابن بعور فالگیر را بنی اسرائیل در میان کشتگان به شمشیر کشتند و سرحد بنی رعوبین اردن و کناره اش بود این ملکیت بنی را بر حسب قبیله های ایشان بود یعنی شهرها و دهات آنها و موسا به سبت جاد یعنی به بنی جاد بر حسب قبیله های ایشان داد و سرحد ایشان یعزیر بود و تمامی شهرهای جلعاد و نصف زمین بنی امون تا اروئیر که در مقابل است. و از هشبون تا رامت مصفع و بتونیم و از مهنایم تا سرحد دبیر و در دره بیت هارام و بیت نمره و سکوت و صافون و بقیه مملکت سیحون ملک هشبون و اردن و کناری آن تا انتهای دریای کنرت در آن طرف اردن به سمت مشرق این است ملکیت بنیجاد بر حسب قبیله های ایشان یعنی شهرها و دهات آنها و موسی به نصف سپت منسی داد و برای نصف سپت بنی منسی بر حسب قبیله های ایشان برقرار شد و حدود ایشان از مهنایم تمامی باشان یعنی تمامی ممالک اوج ملک باشان و تمامی قریه های یا ایر که در باشان است شست شهر بود و نصف جلعاد و اشتارود و ادرعی شهرهای مملکت اوج در باشان برای پسران ماکیر ابن منسی یعنی برای نصف پسران ماکیر بر حسب قبیله های ایشان بود. این هاست آنچه موسا در عربات موآب در آن طرف اردن در مقابل عریها به سمت مشرق برای ملکیت تقسیم کرد. لیکن به سبت لاوی موسا هیچ نصیب نداد زیرا که یهوه خدای اسرائیل نصیب ایشان است. چنان که به ایشان گفته بود. یوشع باب و این هاست ملک هایی که بنی اسرائیل در زمین کنعان گرفتند. که الازار کاهن و یوشع ابن نون و رؤسای آبای اسبات بنی اسرائیل برای ایشان تقسیم کردند. بر حسب قرعه ملکیت ایشان شد. برای نه سبت و نصف سبت چنان که خداوند به دست موسا امر فرموده بود. زیرا که موسا ملکیت دو سبت و نصف سبت را به آن طرف اردن داده بود. اما بلاویان هیچ ملکیت در میان ایشان نداد. زیرا پسران یوسف دو سبت بودند یعنی منسی و افرایم و بلاویان هیچ قسمت در زمین ندادند. غیر از شهرها به جهت سکونت و اطراف آنها به جهت مواشی و اموال ایشان. چنان که خداوند موسا را امر فرموده بود. همچنان بنی اسرائیل عمل نموده زمین را تسلیم کردند. آنگاه بنی یهودا در جلجال نزد یوشع آمدند و کالیب ابن یفونه قنزی وی را گفت. سخنی را که خداوند به موسا مرد خدا درباره من و تو و قادش برنی گفت میدانی. من چل ساله بودم وقتی که موسا بنده خداوند مرا از قادش برنی برای جاسوسی زمین فرستاد و برای او خبر باز آوردم چنانکه در دل من بود. لیکن برادرانم که همراه من رفته بودند دل قوم را گداختند و اما من یهوه خدای خود را به تمامی دل پیروی کردم. و در آن روز موسا قسم خورد و گفت البته زمینی که پای تو بر آن گذارده شد برای تو و اولادت ملکیت ابدی خواهد بود زیرا که یهوه خدای مرا به تمامی دل پیروی نمودی و الان اینک خداوند چنان که گفته بود این چهل و پنج سال مرا زنده نگاه داشته است از وقتی که خداوند این سخن را به موسی گفت هنگامی که اسرائیل در بیابان راه می رفتند. و الان اینک من امروز هشتاد و پنج ساله هستم. و حال امروز قوت من باقی است. مثل روزی که موسا مرا فرستاد، چنان که قوت من در آن وقت بود، همچنان قوت من الان است. خواه برای جنگ کردن و خواه برای رفتن و آمدن. پس الان این کوه را به من بده که در آن روز خداوند درباره اش گفت زیرا تو در آن روز شنیدی که اناقیان در آنجا بودند و شهرهایش بزرگ و حساردار است شاید خداوند با من خواهد بود تا ایشان را بیرون کنم چنان که خداوند گفته است پس یوشع او را برکت داد و حبرون را به کالیب ابن یفونه به ملکیت بخشید. بنابراین هبرون تا امروز ملکیت کالیب ابن یفنه قنزی شد. زیرا که یهوه خدای اسرائیل را به تمامی دل پیروی نموده بود. و قبل از آن نام هبرون قریه اربع بود که او در میان اناقیان مرد بزرگترین بود. پس زمین از جنگ آرام گرفت. یوشع باب هم و قرعه به جهت سبت بنی یهودا به حسب قبایل ایشان به طرف جنوب به سرحد ادوم یعنی صحرای سین به اقصای تیمان رسید و حد جنوبی ایشان از آخر بحر الملح از خلیجی که متوجه به سمت جنوب است بود و به طرف جنوب فراز اکربیم بیرون آمده، به سین گذشت و به جنوب آدش برنی برآمده به حسرون گذشت و به عدار برآمده به سوی قرقع برگشت و از اسمون گذشته به وادی مصر بیرون آمد و انتهای این حد تا به دریا بود. این حد جنوبی شما خواهد بود. و حد شرقی بحر الملح تا آخر اردن بود و حد طرف شمال از خلیج دریا تا آخر اردن بود و این حد تا بیت حجله برامده به طرف شمالی بیت عربه گذشت و این حد نزد سنگ بهون پسر رعوبین برآمد. و این حد از وادی اخور نزد دبیر برآمد و به طرف شمال به سوی جلجال که مقابل فراز ادومیم است که در جنوب وادی است متوجه می شود و این حد نزد آبهای عین شمس گذشت و انتهایش نزد عین روجل بود و این حد از وادی پسر هنوم به جانب یبوسی به طرف جنوب که همان اورشلیم باشد برآمد پس این حد به سوی قله کوهی که به طرف مغرب مقابل وادی حنوم و به طرف شمال به آخر وادی رفائیم است گذشت و این حد از قله کوه به چشمه آبهای نفتوه کشیده شد و نزد شهرهای کوه افرون بیرون آمد و تا بعله که قریه یعاریم باشد کشیده شد. و این حد از بعله به طرف مغرب به کوه سعیر برگشت و به طرف شمال از جانب کوه یعاریم که کسالون باشد گذشت و نزد بیت شمس به زیر آمده از تمنه گذشت. و این حد به سوی شمال از جانب اقرون بیرون آمد و تا شکرون کشیده شد. و از کوه بعله گذشته نزد یابنیل بیرون آمد و انتهای این حد دریا بود. و حد غربی دریای بزرگ و کناره آن بود. این است حدود بنی یهودا از هر طرف به حسب قبایل ایشان. و به کالیب ابن یفونه به حسب آنچه خداوند به یوشع فرموده بود، در میان بنی یهودا قسمتی داد یعنی قریه اربع پدر اناق که حبرون باشد و کالیب سه پسر اناق یعنی شیشی و اخیمان و تلمی اولاد اناق را از آنجا بیرون کرد و از آنجا به ساکنان دبیر برآمد و اسم دبیر قبل از آن قریه صفر بود و کالیب گفت هر که قریه صفر را بزند و آن را بگیرد دختر خود اکسه را به زنی به او خواهم داد و اتنئیل پسر قناز برادر کالیب آن را گرفت و دختر خود اکسه را به او به زنی داد و چون او نزد وی آمد او را ترغیب کرد که از پدر خود زمینی طلب نماید و دختر از علاق خود پایین آمد و کالید وی را گفت چه میخواهی؟ گفت مرا برکت ده چون که زمین جنوبی را به من داده ای چشمه آب نیز به من بده پس چشمه بالا و چشمه پایین را به او بخشید این است ملک سبت بنی یهودا به حسب قبایل ایشان و شهرهای انتهایی سبت بنی یهودا به سمت جنوب بر سرحد ادوم قبسئیل و ایدر و یاجور بود و قینه و دیمونه و عدعده و قادش و حاسور و یتنان و زیف و تالم و بعلوت و حاسور حدته و قریوت حسرون که حاسور باشد. امام و شما و مولاده و حسر و هشمون و بیت فالت و حسر شوال و بیر شبع و بز یوتیه و بعاله و اییم و آسم و التولد و کسیل و حرمه و سقلج و مدمنه و سنسنه و لباوت و سلخیم و عین و رمون جمیع این شهرها با آنها بیست و نو می باشد. و در هامون اشتاول و سرعه و اشنه و زانو و عین جنیم و تفوه و عینام و یرموت و ادلام و سکو و عزیقه و شعرایم و ادیتایم و الجدیره و جدیروتایم چهارده شهر بادهات آنها. سنان و هداشاه و مجدل جاد و دلان و المصفع و یقتئیل و لاخیش و بسقه و اجلون و کبون و لحمان و کتلیش و جدیروت و بنیداجون و نعمه و مقیده شانزده شهر بادهات آنها و لبنه و آتر و آشان و یفتا و اشنه و نسید و قیله و اکزیب و مریشه نه شهر با دهات آنها و اقرون و قصبه ها و دهات آن از اقرون تا دریا همه که به اطراف اشدود بود با دهات آنها و اشدود و قصبه ها و دهات آن و قضا و قصبه ها و دهات آن تا وادی مصر و تا دریای بزرگ و کنار آن و در کوهستان شامیر و یتیر و سکو و دنه و قریه سنه که دبیر باشد و اناب و اش تموه و آنیم و جوشن و هولون و جیلو یازده شهر بادهات آنها و عراب و دومه و اشان و یانوم و بیت تقوه و افیقه و همته و قریه اربع که حبرون باشد و سیعور نه شهر بادهات آنها و معون و کرمل و زیف و یوته و یزرائیل و یقدعام و زانو و القاین و جبعه و تمنه ده شهر بادهات آنها و حلحول و بیتسور و جدور و معارات و بیت انوت و التقون شش شهر بادهات آنها و قریه بعل که قریه یعاریم باشد و الربع دو شهر بادهات آنها و در بیابان بیت عربه و مدین و سکاکه و النبشان و مدینت المله و این جدی شش شهر بادهات آنها و اما یبوسیان که ساکن اورشلیم بودند بنی یهودا نتوانستند ایشان را بیرون کنند پس یبوسیان با بنی یهودا تا امروز در اوشنین ساکنند یوشع باب شانزدهم و قرعه برای بنی یوسف به سمت مشرق از اردن عریها به طرف آبهای عریها تا صحرایی که از عریها به سوی کوه بیت ایل برمی آید بیرون آمد و از بیت ایل تا لوز برآمده به سرحد ارکیان تا اتاروت گذشت و به سمت مغرب به سرحد یفلیتیان تا کنار بیت هورون پایین و تا جازر پایین آمد و انتهایش تا دریا بود پس پسران یوسف منسی و افرایم ملک خود را گرفتند و حدود بنی افرایم به حسب قبایل ایشان چنین بود که حد شرقی ملک ایشان اتاروت ادار تا بیت هورون بالا بود و حد غربی ایشان به طرف شمال نزد مکمیت برآمد و حد ایشان به سمت مشرق به تعانه شیلو برگشته به طرف مشرق یانوه از آن گذشت. و از یانوه به اتاروت و نعره پایین آمده به عریها رسید و به اردن منتهی شد و سرحد غربی آن از تفوه تا وادی قانه رفت و آخر آن به دریا بود این است ملک سبت بنی افرایم به حسب قبایل ایشان علاوه بر شهرهایی که از میان ملک بنی منسی برای بنی افرایم جدا شده بود. جمیع شهرها بادهات آنها بود. و کن را که در جازر ساکن بودند بیرون نکردند. پس کن تا امروز در میان افرایم ساکنند و برای جزیه بندگان شدند. یوشع باب 17. و قسمت سبت منسی این شد زیرا که او نخست زاده یوسف بود و اما ماکیر نخست زاده منسی که پدر جلعاد باشد چون که مرد جنگی بود جلعاد و باشان به او رسید و برای پسران دیگر منسی به حسب قبایل ایشان قسمتی شد یعنی برای پسران عبی ازر و برای پسران حالک و برای پسران اصر ایل و برای پسران شکیم و برای پسران حافر و برای پسران شمیدا اینان اولاد ذکور منسی ابن یوسف بر حسب قبایل ایشان می باشند. و اما سلفهاد ابن حافر ابن جلاد، ابن ماکیر ابن منسی را پسران نبود بلکه دختران و این هاست نام های دخترانش. مهله و نوعه و حجله و ملکه و ترسه. پس ایشان نزد الازار کاهن و نزد یوشع ابن نون و نزد رؤسا آمده گفتند که خداوند موسا را امر فرمود که ملکی در میان برادران ما به ما بدهد. پس بر حسب فرمان خداوند ملکی در میان برادران پدرشان به ایشان داد و به منسی سوای زمین جلعاد و باشان که به آن طرف اردن واقع است ده حسه رسید. زیرا که دختران منسی ملکی در میان پسرانش یافتند و پسران دیگر منسی جلعاد را یافتند. و حد منسی از اشیر تا مکمته که مقابل شکیم است بود و حدش به طرف راست تا ساکنان این تفوه رسید. و زمین تفوه از آن منسی بود اما تفوه که به سرحد منسی واقع است از آن بنی افرایم بود. و حدش به وادی قانه یعنی به طرف جنوب وادی برآمد و این شهرها از میان شهرهای منسی ملک افرایم بود و حد منسی به طرف شمال وادی و انتهایش به دریا بود جنوب آن از آن افرایم و شمال آن از آن منسی و دریا حد او بود و ایشان به سوی شمال تا اشیر و به سوی مشرق تا یساکار رسیدند و منسی در یساکار و در اشیر بیتشان و قصبههایش و یبلعام و قصبههایش و ساکنان دور و قصبههایش و ساکنان این دور و قصبهایش و ساکنان تعناک و قصبههایش و ساکنان مجدو و قصبهایش یعنی سه محال داشت. لیکن بنی منسی ساکنان آن شهرها را نتوانستند بیرون کنند و کنانیان جازم بودند که در آن زمین ساکن باشند. و واقع شد که چون بنی اسرائیل قوت یافتند از کنانیان جزیه گرفتند لیکن ایشان را بالکل بیرون نکردند. و بنی یوسف یوشع را خطاب کرده گفتند چرا یک قرعه و یک حسه فقط به من برای ملکیت دادی و حال آنکه من قوم بزرگ هستم چون که خداوند تا الان مرا برکت داده است یوشع به ایشان گفت اگر تو قوم بزرگ هستی به جنگل برای و در آنجا در زمین فرزیان و رفاعیان برای خود مکانی صاف کن چون که کوهستان افرایم برای تو تنگ است. بنی یوسف گفتند کوهستان برای ما کفایت نمی کند و جمیع کنعانیان که در زمین وادی ساکنند عرابه های آهنین دارند چه آنانی که در بیت شان و قصبه و چه آنانی که در وادی یزرائیل هستند. پس یوشع به خاندان یوسف یعنی به افرایم و منسی خطاب کرده گفت تو قوم بزرگ هستی و قوت بسیار داری برای تو یک قرعه نخواهد بود بلکه کوهستان نیز از آن تو خواهد بود و اگر چه آن جنگل است آن را خواهی برید و تمامی حدودش مال تو خواهد بود زیرا که کنعانیان را بیرون خواهی کرد اگرچه عرابه های آهنین داشته و زوراور باشند. یوشع باب هجده هم و تمامی جماعت بنی اسرائیل در شیلو جمع شده خیمه اجتماع را در آنجا برپا داشتند و زمین پیش روی ایشان مغلوب بود. و از بنی اسرائیل هفت سپت باقی ماندند که هنوز ملک خود را تقسیم نکرده بودند. و یوشع به بنی اسرائیل گفت شما تا به کی کاهلی میورزید و داخل نمیشوید تا در آن زمینی که یهوه خدای پدران شما به شما داده است تصرف نمایید. سه نفر برای خود از هر سبت انتخاب کنید تا ایشان را روانه نمایم و برخواسته از میان زمین گردش کرده آن را بر حسب ملکهای خود ثبت کنند و نزد من خواهند برگشت و آن را به هفت حسه تقسیم کنند و یهودا به سمت جنوب به حدود خود خواهد ماند و خاندان یوسف به سمت شمال به حدود خود خواهد ماند. و شما زمین را به هفت حسه ثبت کرده آن را نزد من اینجا بیاورید و من برای شما در اینجا در حضور یهوه خدای ما قرعه خواهم انداخت زیرا که لاویان در میان شما هیچ نصیب ندارند چون که کهانت خداوند نصیب ایشان است و جاد و رعوبین و نصف سبت منسی ملک خود را که موسی بنده خداوند به ایشان داده بود در آن طرف اردن به سمت شرقی گرفته اند. پس آن مردان برخواسته رفتند و یوشع آنانی را که برای ثبت کردن زمین می رفتند امر فرموده گفت. بروید و در زمین گردش کرده آن را ثبت نمایید و نزد من برگردید تا در اینجا در حضور خداوند در شیلو برای شما قرعه اندازم. پس آن مردان رفته از میان زمین گذشتند و آن را به هفت حسه به حسب شهرهایش در توماری ثبت نموده نزد یوشع به اردو در شیلو برگشتند و یوشع به حضور خداوند در شیلو برای ایشان قرعه انداخت و در آنجا یوشع زمین را برای بنی اسرائیل بر حسب فرقه های ایشان تقسیم نمود. و قرعه سبت بنی بنیامین بر حسب قبایل ایشان برآمد و حدود حصه ایشان در میان بنی یهودا و بنی یوسف افتاد و حد ایشان به سمت شمال از اردن بود و حد ایشان به طرف عریها به سوی شمال برآمد و از میان کوهستان به سوی مغرب بالا رفت و انتهایش به صحرای بیت آون بود و حد ایشان از آنجا تا لوز گذشت یعنی به جانب لوز جنوبی که بیت ایل باشد و حد ایشان به سوی اتاروت ادار بر جانب کوهی که به جنوب بیت هرون پایین است رفت و حدش کشیده شد و به جانب مغرب به سوی جنوب از کوهی که در مقابل بیت هرون جنوبی است گذشت و انتهایش نزد قریه بعل بود که آن را قریت یعاریم میگویند و یکی از شهرهای بنی یهودا این جانب غربی است و جانب جنوبی از انتهای قریت یعاریم بود و این حد به طرف مغرب میرفت و به سوی چشمه آبهای نفتوه برآمد و این حد به انتهای کوهی که در مقابل دره ابن حنوم است که در جنوب وادی رفاین باشد برآمد و به سوی دره هنوم به جانب جنوبی یبوسیان رفته تا عین روجل رسید و از طرف شمال کشیده شده به سوی عین شمس رفت و به جلیلوت که در مقابل سر بالای ادومیم است برآمد و به سنگ بوهن ابن رعوبین به زیر آمد. و به جانب شمالی در مقابل عربه گذشته به عربه به زیر آمد و این حد به جانب بیت حجله به سوی شمال گذشت و آخر این حد به خلیج شمالی بحر نزد انتهای جنوبی اردن بود. این حد جنوبی است. و به طرف مشرق حد آن اردن بود و ملک بنی بنیامین به حسب حدودش به هر طرف و بر حسب قبایل ایشان این بود و این است شهرهای سبت بنی بنیامین بر حسب قبایل ایشان عریها و بیت حجله و ایمق، قسیس و بیت عربه و سمارایم و بیت ایل و اویم و فاره و افرت و کفر امونی، و افنی، و جابع، دوازده شهر بادهات آنها، و جبعون، و رامع، و بعیروت و مصفع، و کفیره، و موسه، و راقم، و یرفعیل، و تراله، و سیله، و علف، و یبوسی، که اوشلیم باشد، و جبعه و قریت، چهارده شهر بادهات آنها. این، ملک بنی بنیامین به حسب قبایل ایشان بود. یوشع باب نوزدهم و قرعه دومین برای شمعون برآمد یعنی برای سبت بنی شمعون بر حسب قبایل ایشان و ملک ایشان در میان ملک بنی یهودا بود و اینها نصیب ایشان شد یعنی بعیر شبع و شبع و مولادا و حسر شعال و باله و آسم و التولد و بتول و حرمه سقلق و بیت مرکبوت و حسر سوسه و بیت لباوت و شاروهن سیزده شهر بادهات آنها و این و رمون و آتر و آشان چهار شهر با دهات آنها و تمامی دهاتی که در اطراف این شهرها تا بعلت بعیر رامه جنوبی بود ملک سبت بنی شمعون بر حسب قبایل ایشان این بود و ملک بنی شمعون از میان قسمت بنی یهودا بود زیرا قسمت بنی یهودا برای ایشان زیاد بود پس بنی شمعون ملک خود را از میان ملک ایشان گرفتند. و قرعه سوم برای بنی زبولون بر حسب قبایل ایشان برآمد و حد ملک ایشان تا سارید رسید و حد ایشان به طرف مغرب تا مرعله رفت و تا دباشه رسید و تا وادی که در مقابل یقنعام است رسید و از سارید به سمت مشرق به سوی مطلع آفتاب تا سرحد کسلوت تابور پیچید و نزد دابره بیرون آمده به یافی رسید و از آنجا به طرف مشرق تا جت هافر و تا ات قاسین گذشته نزد رمون بیرون آمد و تا نیعه کشیده شد و این حد به طرف شمال تا هناتون آن را احاطه کرد و آخرش نزد وادی یف تحیل بود و قطع و نهلال و شمرون و یدالله و بیت لحم دوازده شهر بادهات آنها این ملک بنی زبولون بر حسب قبایل ایشان بود یعنی این شهرها با دهات آنها و قرعه چهارم برای یساکار برآمد یعنی برای بنی یساکار بر حسب قبایل ایشان و حد ایشان تا یزرائیل و کسلوت و شونم بود و حفارایم و شیعون و اناهره و ربیت و قشیون و آبس و رمع و این جنیم و این حده و بیت قسیس و این حد به تابور و شه سیمه و بیت شمس رسید و آخر حد ایشان نزد اردن بود. یعنی شانزده شهر با دهات آنها. این ملک سبت بنی یساکار بر حسب قبایل ایشان بود. یعنی شهرها بادهات آنها. و قرعه پنجم برای سبت بنی اشیر بر حسب قبایل ایشان بیرون آمد و حد ایشان حلقه و حلی و باطن و اکشاف و الملک و امعاد و مشعال و به طرف مغرب به کرمل و شیهور لبنه رسید و به سوی مشرق آفتاب به بیت داجون پیچیده تا زبلون رسید. و به طرف شمال تا وادی ایل و بیت آمد و نعیئیل ایل و به طرف چپ نزد کابول بیرون آمد. و به هبرون و رهوب و همون و قانه تا سیدون بزرگ. و این حد به سوی رامه به شهر حساردار سور پیچید و این حد به سوی حوسه برگشت و انتهایش، نزد دریا در دیار اکزیب بود و اما و افیق و رحوب و بیست و دو شهر بادهات آنها ملک سبت بنی اشیر بر حسب قبایل ایشان این بود یعنی این شهرها بادهات آنها و قرعه ششم برای بنی نفتالی بیرون آمد یعنی برای بنی نفتالی بر حسب قبایل ایشان و حد ایشان از حالف از بلوطی که در سعنیم است و ادامی و ناقب و یبنئیل تا لقوم بود و آخرش نزد اردن بود و حدش به سمت مغرب به سوی از نوت تابور پیچید و از آنجا تا حقوق بیرون آمد و به سمت جنوب به زبولون رسید و به سمت مغرب به اشیر رسید و به سمت مشرق به یهودا نزد اردن و شهرهای حساردار سدیم و سیر و همت و رقت و کنارت و ادامه و رامه و حاسور و قادش و از و عین حاسور و یرون و مجدلیل و هوریم و بیت اناف و بیت شمس نوزده شهر بادهات آنها. ملک سبت بنی نفتالی بر حسب قبایل ایشان این بود یعنی شهرها بادهات آنها و قرعه هفتم برای سبت بنیدان بر حسب قبایل ایشان بیرون آمد و حد ملک ایشان سرعه و اش تعول و ایر شمس بود و شعلبین و ایلون و یطلع و ایلون و تمنه و اقرون و التقیه تقیه و جبتون و بعله و یهود و بنی برق و جت رمون و میاه یرقون و رقون با سرحدی که در مقابل یافاست و حد بنیدان از طرف ایشان بیرون رفت زیرا که بنیدان برآمده با لشم جنگ کردند و آن را گرفته به دم شمشیر زدند و متصرف شده در آن سکونت گرفتند. پس لشم را دان نامیدند، موافق اسم دان که پدر ایشان بود. این است ملک سبت بنیدان بر حسب قبایل ایشان یعنی این شهرها بادهات آنها. و چون از تقسیم کردن زمین بر حسب حدودش فارق شدند بنی اسرائیل ملکی را در میان خود به یوشع ابن نون دادند بر حسب فرمان خداوند شهری که او خواست یعنی تمنه ساره را در کوهستان افرایم به او دادند پس شهر را بنا کرده در آن ساکن شد این است ملک هایی که الازار کاهن با یوشع ابن نون و رؤسای آبای اسباط بنی اسرائیل در شیلو به حضور خداوند نزد در خیمه اجتماع به قرعه تقسیم کردند پس از تقسیم نمودن زمین فارغ شدند یوشع باب بیستم و خداوند یوشع را خطاب کرده گفت بنی اسرائیل را خطاب کرده بگو شهرهای ملجایی را که درباره آنها به واسطه موسا به شما سخن گفتم، برای خود معین سازید، تا قاتلی که کسی را سهون و ندانسته کشته باشد، به آنها فرار کند و آنها برای شما از ولی مقتول ملجا باشد، و او به یکی از این شهرها فرار کرده، و به مدخل دروازه شهر ایستاده به گوش مشایخ شهر ماجرای خود را بیان کند و ایشان او را نزد خود به شهر درآورده مکانی به او بدهند تا با ایشان ساکن شود و اگر ولی مقتول او را تعاقب کند قاتل را به دست او نسپارند زیرا که همسایی خود را از نادانستگی کشته و او را پیش از آن دشمن نداشته بود و در آن شهر تا وقتی که به جهت محاکمه به حضور جماعت حاضر شود تا وفات رئیس کهنه که در آن ایام می باشد توقف نماید و بعد از آن قاتل برگشته به شهر و به خانه خود یعنی به شهری که از آن فرار کرده بود داخل شود. پس قادش را در جلیل در کوهستان نفتالی و شکیم را در کوهستان افرایم و قریه اربع را که حبرون باشد در کوهستان یهودا تقدیس نمودند. و از آن طرف اردن به سمت مشرق عریها باسر را در صحرا در بیابان از سپت رعوبین و راموت را در جلعاد از سبت جاد و جولان را در باشان از سبت منسی تعیین نمودند. این هاست شهرهایی که برای تمامی بنی اسرائیل، و برای قریبی که در میان ایشان معوا گزیند معین شده بود تا هر که کسی را سهون کشته باشد به آنجا فرار کند و به دست ولی مقتول کشته نشود تا وقتی که به حضور جماعت حاضر شود. یوشع باب بیست و یکم آنگاه رؤسای آبای لاویان نزد آزار کاهن و نزد یوشع ابن نون و نزد رؤسای آبای اسبات بنی اسرائیل آمدند و ایشان را در شیلو در زمین کنعان مخاطب ساخته گفتند که خداوند به واسطه موسی امر فرموده است که شهرها برای سکونت و حوالی آنها به جهت بهایم ما به ما داده شود. پس بنی اسرائیل بر حسب فرمان خداوند این شهرها را با حوالی آنها از ملک خود بلابیان دادند. و قرعه برای قبایل قهاتیان بیرون آمد و برای پسران هارون کاهن که از جمله لابیان بودند سیزده شهر از سبت یهودا و از سبت شمعون و از سبت بنیامین به قرعه رسید. و برای بقیه پسران قهات ده شهر از قبایل سبت افرایم و از سبت دان و از نصف سبت منسی به قرعه رسید. و برای پسران جرشون سیزده شهر از قبایل سبت یساکار و از سبت اشیر و از سبت نفتالی و از نصف سبت منسی در باشان به قرعه رسید. و برای پسران مراری بر حسب قبایل ایشان دوازده شهر از سبت رعوبین و از سبت جاد و از سبت زبولون رسید. و بنی اسرائیل این شهرها و حوالی آنها را به لاویان به قرعه دادند چرا که خداوند به واسطه موسی امر فرموده بود و از سبت بنی یهودا و از سبت بنی شمعون این شهرها را که به نامها ذکر می شود دادند و اینها به پسران هارون که از قبایل قهاتیان از بنی لاوی بودند رسید زیرا که قرعه اول از ایشان بود. پس قریه اربع پدر اناق که هبرون باشد در کوهستان یهودا با حوالی که در اطراف آن بود به ایشان دادند. لیکن مزرعه های شهر و دهات آن را به کالیب ابن یفونه برای ملکیت دادند. و به پسران هارون کاهن هبرون را که شهر ملجای قاتلان است با حوالی آن و لبنه را با حوالی آن دادند. و یتیر را با نواحی آن و اشتمو را با نواحی آن و هولون را با نواحی آن و دبیر را با نواحی آن و عین را با نواحی آن و یوترا را با نواحی آن و بیت شمس را با نواهی آن یعنی از این دو سبت نه شهر را و سبت بنیامین جبعون را با نواحی آن و جبع را با نواهی آن و اناتوت را با نواحی آن و المون را با نواحی آن یعنی چهار شهر دادند تمامی شهرهای پسران هارون کهنه سیزده شهر با نواحی آنها بود و اما قبایل بنی قهات لاویان یعنی بقیه بنی قهات شهرهای قرعی ایشان از سبت افرایم بود پس شکیم را در کوهستان افرایم که شهر ملجای قاتلان است با نواحی آن و جازر را با نواهی آن به ایشان دادند و قبسایم را با نواحی آن و بیت هورون را با نواحی آن یعنی چهار شهر و از دان ال را با نواحی آن و جبتون را با نواحی آن و ایلون را با نواحی آن و جت رمون را با نواحی آن یعنی چهار شهر و از نصف سپت منسی تعنک را با نواحی آن و جت رمون را با نواهی آن یعنی دو شهر دادند تمامی شهرهای قبایل بقیه بنی قهات با نواحی آنها ده بود و به بنی جرشون که از قبایل لاویان بودند از نصف سبت منسی جولان را در باشان که شهر ملجای قاتلان است با نواحی آن و بعشتره را با نواحی آن یعنی دو شهر دادند و از سبط یساکار قشیون را با نواحی آن و دابره را با نواحی آن و یرموت را با نواحی آن و این جنیم را با نواحی آن یعنی چهار شهر و از سبت اشیر مشعال را با نواحی آن و عبدون را با نواهی آن و حلقات را با نواحی آن و رهوب را با نواهی آن یعنی چهار شهر و از سبت نفتالی قادش را در جلیل که شهر ملجای قاتلان است با نواحی آن و حموت دور را با نواحی آن و قرطان را یعنی سه شهر دادند. و تمامی شهرهای جرشونیان بر حسب قبایل ایشان سیزده شهر بود با نواحی آنها. و به قبایل بنی مراری که از لاویان باقی مانده بودند، از سبت زبولون یق را با نواحی آن و قرت را با نواحی آن. و دمنه را با نواهی آن و نهلال را با نواهی یعنی چهار شهر و سبت رعوبین با سر را با نواهی آن و یحسر را با نواهی آن و قدیموت را با نواهی آن و میفعت را با نواهی آن یعنی چهار شهر و سبت جاد راموت را در جلعاد که شهر ملجای قاتلان است با نواحی آن و مهنایم را با نواهی آن و هشبون را با نواحی آن و یعزیر را با نواهی آن همه این شهرها چهار می باشد. همه اینها شهرهای بنی مراری بر حسب قبایل ایشان بود یعنی بقیه قبایل لاویان و قرعه ایشان دوازده شهر بود و جمعی شهرهای لاویان در میان ملک بنی اسرائیل چهل و هشت شهر با نواحی آنها بود این شهرها هر یکی با نواحی آن به هر طرفش بود و برای همه این شهرها چنین بود پس خداوند تمامی زمین را که برای پدران ایشان قسم خورده بود که به ایشان بدهد به اسرائیل داد و آن را به تصرف آورده در آن ساکن شدند و خداوند ایشان را از هر طرف آرامی داد چنان که به پدران ایشان قسم خورده بود و احدی از دشمنان ایشان نتوانست با ایشان مقاومت نماید زیرا که خداوند جمیع دشمنان ایشان را به دست ایشان سپرده بود و از جمیع سخنان نیکویی که خداوند به خاندان اسرائیل گفته بود سخنی به زمین نیفتاد بلکه همه واقع شد یوشع باب بیست و دوم آنگاه یوشع رعوبینیان و جادیان و نصف سبت منسی را خوانده به ایشان گفت شما هرچه موسا بنده خداوند به شما امر فرموده بود نگاه داشتید و کلام مرا از هرچه به شما امر فرموده ام اطاعت نمودید و برادران خود را در این ایام طویل تا امروز ترک نکرده وصیتی را که یهوه خدای شما امر فرموده بود نگاه داشته اید و الان یهوه خدای شما به برادران شما آرامی داده است چنان که به ایشان گفته بود پس حال به خیمه های خود و به زمین ملکیت خود که موسا بنده خداوند از آن طرف اردن به شما داده است بازگشته بروید اما به دقت متوجه شده امر و شریعتی را که موسی بنده خداوند به شما امر فرموده است، به جا آورید، تا یهوه خدای خود را محبت نموده به تمامی طریقهای او سلوک نمایید، و عوامر او را نگاه داشته به او بچسبید، و او را به تمامی دل و تمامی جان خود عبادت نمایید. پس یوشا، ایشان را برکت داده روانه نمود و به خیمه های خود رفتند. و به نصف سبت منسی موسا ملک در باشان داده بود و به نصف دیگر یوشع در این طرف اردن به سمت مغرب در میان برادران ایشان ملک داد. و انگامی که یوشع ایشان را به خیمه های ایشان روانه می کرد، ایشان را برکت داد و ایشان را مخاطب ساخته گفت. با دولت بسیار و با مواشی بیشمار با نقره و طلا و مس و آهن و لباس فراوان به خیمه های خود برگردید و قنیمت دشمنان خود را با برادران خیش تقسیم نمایید. پس بنی رعوبین و بنی جاد و نصف سبت منسی از نزد بنی اسرائیل از شیلو که در زمین کنعان است برگشته روانه شدند تا به زمین جلعاد و به زمین ملک خود که آن را به واسطه موسا بر حسب فرمان خداوند به تصرف آورده بودند، بروند. و چون به حوالی اردن که در زمین کنعان است رسیدند، بنی رعوبین و بنی جاد و نصف سبت منسی در آنجا به کنار اردن مذبحی بنانه بودند، یعنی مذبح عظیم المنظری و بنی اسرائیل خبر این را شنیدند که اینک بنی رعوبین و بنی جاد و نصف سبت منسی به مقابل زمین کنعان در حوالی اردن بر کناری که از آن بنی اسرائیل است مذبحی بنا کرده اند. پس چون بنی اسرائیل این را شنیدند، تمامی جماعت بنی اسرائیل در شیلو جمع شدند تا برای مقاتله ایشان برایند. و بنی اسرائیل فینهاس ابن آزار کاهن را نزد بنی رعوبین و بنی جاد و نصف سبت منسی به زمین جلعاد فرستادند و با او ده رئیس یعنی یک رئیس از هر خاندان آبای از جمیع اسباط اسرائیل را که هر یکی از ایشان رئیس خاندان آبای ایشان از قبایل بنی اسرائیل بودند. پس ایشان نزد بنی رعوبین و بنی جاد و نصف سبت منسی به زمین جلعاد آمدند و ایشان را مخاطب ساخته گفتند. تمامی جماعت خداوند چنین میگویند این چه فتنه است که بر خدای اسرائیل انگیخته اید. که امروز از مطابعت خداوند برگشته اید و برای خود مذبحی ساخته امروز از خداوند متمرد شده اید. آیا گناه فقور برای ما کم است که تا امروز خود را از آن تاهر نساخته ایم؟ اگرچه وبا در جماعت خداوند آرس شد. شما امروز از مطابعت خداوند برگشته اید. و واقع خواهد شد چون شما امروز از خداوند متمرد شده اید که او فردا بر تمامی جماعت اسرائیل قذب خواهد نموند. ولیکن اگر زمین ملکیت شما نجس است، پس به زمین ملکیت خداوند که مسکن خداوند در آن ساکن است، عبور نمایید و در میان ما ملک بگیرید و از خداوند متمرد نشوید و از ما نیز متمرد نشوید. در اینکه مذبحی برای خود سوای مذبح یهوه خدای ما بنا کنید آیا اخان ابن زاره درباره چیز حرام خیانت نورزید پس بر تمامی جماعت اسرائیل غضب آمد و آن شخص در گناه خود تنها هلاک نشد آنگه بنی رعوبین و بنی جاد و نصف سبت منسی در جواب رؤسای قبایل اسرائیل گفتند یهوه خدای خدایان یهوه خدای خدایان او میداند و اسرائیل خواهند دانست اگر این کار از راه تمرد یا از راه خیانت بر خداوند بوده باشد امروز ما را خلاصی مده که برای خود مذبعی ساخته تا از مطابعت خداوند برگشته قربانی سوختنی و هدیه آردی بر آن بگذرانیم و زبایه سلامتی بر آن بنماییم. خود خداوند بازخواست بنماید. بلکه این کار را از راه احتیاط و هوشیاری کرده ایم. زیرا گفتیم شاید در وقت آینده پسران شما به پسران ما بگویند شما را با یهوه خدای اسرائیل چه علاقه است. چون که خداوند اردن را در میان ما و شما ای بنی را و بنی جاد حد گذارده است. پس شما را در خداوند بهره ای نیست و پسران شما پسران ما را از ترس خداوند باز خواهند داشت. پس گفتیم برای ساختن مذبحی به جهت خود تدارک ببینیم. نه برای قربانی سوختنی و نه برای زبیه بلکه تا در میان ما و شما و در میان نسلهای ما بعد از ما شاهد باشد تا عبادت خداوند را به حضور او با قربانی های سوختنی و زبایه سلامتی خود به جا آوریم. تا در زمان آینده پسران شما به پسران ما نگویند که شما را در خداوند هیچ بهره نیست. پس گفتیم اگر در زمان آینده به ما و به نسلهای ما چنین بگویند، آنگاه ما خواهیم گفت نمونه مذبح خداوند را ببینید که پدران ما ساختند نه برای قربانی سوختنی و نه برای زبیه بلکه تا در میان ما و شما شاهد باشد. هاشا از ما که از خداوند متمرد شده امروز از متابعت خداوند برگردیم و مذبحی برای قربانی سوختنی و هدیه آردی و زبیه سوای مذبح یهوه خدای ما که پیش روی مسکن اوست بسازیم. و چون فینحاس کاهن و سروران جماعت و رؤسای قبایل اسرائیل که باوی بودند، سخنی را که بنی رعوبین و بنی جاد و بنی منسی گفته بودند شنیدند، در نظر ایشان پسند آمد. و فینهاس ابن آزار کاهن به بنی رعوبین و بنی جاد و بنی منسی گفت امروز دانستیم که خداوند در میان ماست چون که این خیانت را بر خداوند نورزیده اید پس الان بنی اسرائیل را از دست خداوند خلاصی دادید پس فینهاس ابن آزار کاهن و سروران از نزد بنی رعوبین و بنی جاد از زمین جلعاد به زمین کنعان نزد بنی اسرائیل برگشته این خبر را به ایشان رسانیدند و این کار به نظر بنی اسرائیل پسند آمد و بنی اسرائیل خدا را متبارک خواندند و درباره بر آمدن برای مقاتله ایشان تا زمینی را که بنی رعوبین و بنی جاد در آن ساکن بودند خراب نمایند دیگر سخن نگفتند و بنی رعوبین و بنی جاد آن مذبح را اید نامیدند زیرا که آن در میان ما شاهد است که یهوه خداست یوشع باب بیست و سوم و واقع شد بعد از روزهای بسیار چون خداوند اسرائیل را از جمیع دشمنان ایشان از هر طرف آرامی داده بود و یوشع پیر و سال خورده شده بود که یوشع جمیع اسرائیل را با مشایخ و رؤسا و داوران و ناظران ایشان طلبیده به ایشان گفت من پیر و سال خورده شده ام و شما هر آنچه یهوه خدای شما به همه این توایف به خاطر شما کرده است دیده اید زیرا یهوه خدای شما اوست که برای شما جنگ کرده است اینک این توایف را که باقی مانده اند از اردن و جمیع توایف را که مقلوب ساخته ام تا دریای بزرگ به سمت مقرب آفتاب برای شما به قرعه تقسیم کرده ام تا میراس اثبات شما باشند. و یهوه خدای شما اوست که ایشان را از حضور شما رانده ایشان را از پیش روی شما بیرون می کند. و شما زمین ایشان را در تصرف خواهید آورد، چنان که یهوه خدای شما به شما گفته است. پس بسیار قوی باشید و متوجه شده هرچه در سفر تورات موسا مکتوب است نگاه دارید و به طرف چپ یا راست از آن تجاوز منمایید تا به این توایفی که در میان شما باقی مانده اند داخل نشوید و نامهای خدایان ایشان را ذکر ننمایید و قسم نخورید و آنها را عبادت منمایید و سجده نکنید بلکه به یهوه خدای خود بچسبید چنان که تا امروز کرده اید زیرا خداوند توایف بزرگ و زورآور را از پیش روی شما بیرون کرده است و اما با شما کسی را تا امروز یارای مقاومت نبوده است. یک نفر از شما هزار را تعاقب خواهد نمود زیرا که یهوه خدای شما اوست که برای شما جنگ می کند چنان که به شما گفته است. پس بسیار متوجه شده یهوه خدای خود را محبت نمایید. و اما اگر برگشته با بقیه این توایفی که در میان شما مانده اند به چسبید و با ایشان مساهرت نمایید و به ایشان درایید و ایشان به شما درایند یقینا بدانید که یهوه خدای شما این توایف را از حضور شما دیگر بیرون نخواهد کرد بلکه برای شما دام و تله و برای پهلوهای شما تازیانه و در چشمان شما خار خواهند بود تا وقتی که از این زمین نیکو که یهوه خدای شما به شما داده است هلاک شوید و اینک من امروز به طریق اهل تمامی زمین میروم و به تمامی دل و به تمامی جان خود میدانید که یک چیز از تمام چیزهای نیکو که یهوه خدای شما درباره شما گفته است به زمین نیفتاده بلکه همه اش واقع شده است و یک حرف از آن به زمین نیفتاده. و چنین واقع خواهد شد که چنان که همه چیزهای نیکو که یهوه خدای شما به شما گفته بود برای شما واقع شده است، همچنان خداوند همه چیزهای بد را بر شما آرز خواهد گردانید تا شما را از این زمین نیکو که یهوه خدای شما به شما داده است، هلاک سازد. اگر از عهد یهوه خدای خود که به شما امر فرموده است تجاوز نمایید و رفته خدایان دیگر را عبادت نمایید و آنها را سجده کنید آنگاه غضب خداوند بر شما افروخته خواهد شد و از این زمین نیکو که به شما داده است به زودی حلاک خواهید شد یوشع باب 24 و یوشع تمامی اسبات اسرائیل را در شکیم جمع کرد و مشایخ اسرائیل و رؤسا و داوران و ناظران ایشان را طلبیده به حضور خدا حاضر شدند و یوشع به تمامی قوم گفت که یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید که پدران شما یعنی تاره پدر ابراهیم و پدر ناهور در زمان قدیم به آن طرف نهر ساکن بودند و خدایان غیر را عبادت می نمودند. و پدر شما ابراهیم را از آن طرف نهر گرفته در تمامی زمین کنعان گردانیدم و ذریت او را زیاد کردم و اسحاق را به او دادم و یعقوب و ایسو را به اسحاق دادم و کوه سعیر را به ایسو دادم تا ملکیت او بشود و یعقوب و پسرانش به مصر فرود شدند. و موسا و هارون را فرستاده مصر را به آنچه در وسط آن کردم مبتلا ساختم پس شما را از آن بیرون آوردم و چون پدران شما را از مصر بیرون آوردم و به دریا رسیدید مصریان با عرابه ها و سواران پدران شما را تا بحر قلزم تعاقب نمودند و چون نزد خداوند فریاد کردند او در میان شما و مصریان تاریکی گذارد و دریا را بر ایشان آورده ایشان را پوشانید و چشمان شما آنچه را در مصر کردم دید پس روزهای بسیار در بیابان ساکن می بودید پس شما را در زمین اموریانی که به آن طرف اردن ساکن بودند آوردم و با شما جنگ کردند و ایشان را به دست شما تسلیم نمودم و زمین ایشان را در تصرف آوردید و ایشان را از حضور شما هلاک ساختم و بالاق ابن سفور ملک موآب برخواسته با اسرائیل جنگ کرد و فرستاده بلعام ابن بعور را طلبید تا شما را لعنت کند و نخواستم که بلعام را بشنوم لحاظا شما را برکت همی داد و شما را از دست او رهانیدم و از اردن عبور کرده به عریها رسیدید، و مردان عریها یعنی اموریان و فرزیان و کنانیان و هتیان و جرجاشیان و هویان و یبوسیان با شما جنگ کردند، و ایشان را به دست شما تسلیم نمودم. و زنبور را پیش شما فرستاده، ایشان یعنی دو پادشاه اموریان را از حضور شما براندم. نه به شمشیر و نه به کمان شما و زمینی که در آن زحمت نکشیدید و شهرهایی را که بنا ننمودید به شما دادم که در آنها ساکن می باشید و از تاکستانها و باقات زیتون که نکاشتید می خورید. پس الان از یهوه بترسید و او را به خلوص و راستی عبادت نمایید. و خدایانی را که پدران شما به آن طرف نهر و در مصر عبادت نمودند از خود دور کرده یهوه را عبادت نمایید و اگر در نظر شما پسند نیاید که یهوه را عبادت نمایید پس امروز برای خود اختیار کنید که را عبادت خواهید نمود خوا خدایانی را که پدران شما که به آن طرف نهر بودند عبادت نمودند خواه خدایان اموریانی را که شما در زمین ایشان ساکنید و اما من و خاندان من یهوه را عبادت خواهیم نمود آنگاه قوم در جواب گفتند هاشا از ما که یهوه را تر کرده خدایان غیر را عبادت نماییم زیرا که یهوه خدای ما اوست که ما و پدران ما را از زمین مصر از خانه بندگی بیرون آورد و این آیات بزرگ را در نظر ما نمود و ما را در تمام راه که رفتیم و در تمامی توایفی که از میان ایشان گذشتیم نگاه داشت و یهوه تمامی توایف یعنی اموریانی را که در این زمین ساکن بودند از پیش روی ما بیرون کرد پس ما نیز یهوه را عبادت خواهیم نمود زیرا که او خدای ماست. پس یوشع به قوم گفت نمی توانید یهوه را عبادت کنید زیرا که او خدای قدوس است و او خدای قیور است که اسیان و گناهان شما را نخواهد آمرزید. اگر یهوه را ترک کرده خدایان غیر را عبادت نمایید، آنگاه او خواهد برگشت و به شما ضرر رسانیده بعد از آنکه به شما احسان نموده است شما را هلاک خواهد کرد قوم به یوشع گفتند نی بلکه یهوه را عبادت خواهیم نمود یوشع به قوم گفت شما بر خود شاهد هستید که یهوه را برای خود اختیار نموده ای تا او را عبادت کنید گفتند شاهد هستیم گفت پس الان خدایان غیر را که در میان شما هستند دور کنید و دلهای خود را به یهوه خدای اسرائیل مایل سازید. قوم به یوشع گفتند یهوه خدای خود را عبادت خواهیم نمود و آواز او را اطاعت خواهیم کرد. پس در آن روز یوشع با قوم عهد بست و برای ایشان فریزه و شریعتی در شکیم قرار داد. و یوشع این سخنان را در کتاب تورات خدا نوشت. و سنگی بزرگ گرفته آن را در آنجا زیر درخت بلوطی که نزد قدس خداوند بود برپا داشت و یوشع به تمامی قوم گفت اینک این سنگ برای ما شاهد است زیرا که تمامی سخنان خداوند را که به ما گفت شنیده است پس برای شما شاهد خواهد بود مبادا خدای خود را انکار نمایید پس یوشع قوم یعنی هر کس را به ملک خود روانه نمود. و بعد از این امور واقع شد که یوشع ابن نون بنده خداوند چون صد و ده ساله بود مرد. و او را در حدود ملک خودش در تمنه ساره که در کوهستان افرایم به طرف شمال کوه جائش است دفن کردند. و اسرائیل در همه ایام یوشع و همه روزهای مشایخی که بعد از یوشع زنده ماندند و تمام عملی که خداوند برای اسرائیل کرده بود دانستند خداوند را عبادت نمودند و استخوانهای یوسف را که بنی اسرائیل از مصر آورده بودند در شکیم در حسری زمینی که یعقوب از بنی حمور پدر شکیم به صد قصیته خریده بود دفن کردند و آن ملک بنی یوسف شد و علی آزار ابن هارون مرد و او را در تل پسرش فینهاس که در کوهستان افرایم به او داده شد دفن کردند